عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه، دقایق بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. شیوا محبوبی هستم و برنامه دیگر از برای آزادی زندانیان سیاسی رو خدمتتون تقدیم میکنم. این برنامه برنامه است از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که هر یک شنبه در میون به صورت زنده پخش میشه. ما 2 ساعت در خدمت شما خواهیم بود و در این 2 ساعت موضوعاتی رو در نظر گرفتیم، یک مصاحبه خواهیم داشت و طبعا بخش عمده برنامه تقدیم به شما عزیزان که بتونین بیاین در برنامه شرکت بکنین و اظهار نظر بکنین. همینطور که همیشه گفتیم، این برنامه در واقع 2 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده هاشون هستش و از شما میخوام این برنامه رو مانند یک تریبون خیلی مهم ببینین که از این طریق صداتون رو به خانواده های زندانیان سیاسی میرسونین و صدای زندانیان سیاسی رو به گوش مردم در اقصا نقاط دنیا میرسونین. و ما در برنامه امروز چند موضوع رو در نظر گرفتیم. این برنامه بخش زیادش رو اختصاص دادیم به حمایت از کارگران زندانی. اگر بیننده برنامه‌مون بودین، 2 هفته پیش ما مصاحبه‌ای داشتیم با محمود صالحی، سخنگوی کمیته حمایت از رضا شهابی و بهنام ابراهیم‌زاده، با ایشون در رابطه با وضعیت کارگران زندانی صحبت کردیم. طبعا تعدادی شهرهای مختلف در سطح دنیا در رابطه با کارگران زندانی روزهای همبستگی اعلام کردن، در جای مختلف تجمع داشتن که ما در این مورد صحبت خواهیم کرد و در این حال با شهلا دانشور که مطمئنن خیلی از شما عزیزانی که کانال جدید رو میبینین با ایشون آشنا هستین. ایشون در این حال سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی هستن. در رابطه با موضوع بعدی، در رابطه با ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، صحبت خواهیم کرد. دلیلش هم اینه که حکم اعدام به ارژنگ داوودی دادن. و بعد در رابطه با کارزار نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد، کارزار حمایت از زندانیان محروم از دارو و درمان، و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت چند زندانی و کلن این کارزار به کجا رسیده، چه کارهایی رو قراره انجام بده. مورد بعد در رابطه با کارزار آزادی رویا، صابری نژاد، زنی که شهروند ایرانی و انگلیسی دارن و در زندان جمهوری اسلامی هستن و به 20 سال زندان محکوم شدن، صحبت خواهیم کرد. طبعا در این حال این به این معنی نیست که فقط این موضوعات رو داریم. شما بیننده عزیز با حضورتون اگر موضوعی رو لازم میبینین حتما بیاین رو خط و صحبت بکنین. امیدواریم بتونیم نکاتی که در این برنامه صحبت میکنیم و موضوعاتی که هستش از جنبه های مختلف هم نظری بکنیم، نکات مختلفی رو مورد بحث قرار بدیم و بتونیم شاید جوانب زیادی از عرصه آزادی زندانیان سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم. و ما در برنامه امروز، گفتم بخش اول برنامه، این رو خدمتون بگم که اگر خاطرتون باشه در 12 جولای برابر با 21 تیر تعدادی از اعتراضاتی بود در رابطه با آزادی کارگران زندانی که در این اعتراضات به فراخوان سازمان‌های مختلف در جاهای مختلف از مشخصاً رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده حمایت شده بود. قرار شده که 2 ماه آگوست برابر با 11 مرداد یک روز دیگه باشه در حمایت از کارگران زندانی. اینجا کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هم از این روز و از حمایت کرده از کارگران زندانی، طبعا حمایت از تمام زندانیان سیاسی امر ما هست. و در بخشی از این اطلاعیه گفتن که در نتیجه اعتراضات بیوقفه رضا شهابی و به دنبال 51 روز اعتصاب قضا علیه فشارهای رژیم، بالاخره و طبعا کمپین جهانی که برای ایشون بود، ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن و بنابر توافق 29 تیر ماه رضا شهابی با تصمیم بر این گرفت که فعلا اعتصاب قضاش رو بشکنه، به خاطر اینکه گفته بودن که به اون مرخصی استعلاجی میدن که بتونه مداوا بکنه از طریق پزشکان متخصص خارج از زندان.
ایشون هم گفتن که اعتصاب غذاشون رو موقت میشکنن و همونطور که میدونین تعدادی 17 نفر از زندانیان زندان رجای شهر نامه نوشته بودن، از رضا شهابی خواسته بودن اعتصابشون رو بشکنن، شاهرخ زمانی نامه نوشته بودن و تعداد زیادی دیگه گفته بودن که اعتصابشون رو بشکنن و کلن پزشکان معالج گفتن که باید زیر عمل جراحی دیسک کمر قرار بگیرد، اما وضعیت جسمانیش برای این عمل آماده نیست و در صورت انجام عمل جراحی در وضعیت کنونی خطر مرگ او را تهدید می کند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن حمایت از برگزاری روز حمایت از کارگران زندانی در 11 مرداد ماه از همه خواسته که در این روز شرکت بکنند. در این حال گفته شده که در واقع نماینده دادستان با مرخصی رضا شهابی فعلا موافقت کرده. کمیته دفاع از رضا شهابی یک اطلاعی دادن در این رابطه و گفتن که رضا شهابی با تجربه اظهارات نماینده دادستان مبنی بر آغاز روند صدور مرخصی پزشکی از ابتدای ساعت اداری که در واقع اجرایی شدن خواسته های وی می باشد اعلام کرده که نظر به درخواست اکید دوستان و فعالین کارگری، تشکل و نهادهای داخلی و خارجی و نیز درخواست همسر و اعضای خانوادهش و بعد از 50 روز دست از اعتصاب غذا می کشه. در این حال در خود حمایت از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده که بعد از یورش به بند 350 زندان اوین تحت شدیدترین فشارها بوده اعتراضات مختلفی در جای مختلف صورت گرفته، از جمله در لندن انگلستان یکی از سازمانهای انگلیسی به اسم Workers Liberty تظاهراتی رو روز جمعه گذشته در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار کرده بود. تعداد زیادی شرکت کرده بودند، چه ایرانی چه غیر ایرانی، که در اونجا در رابطه با وضعیت رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی صحبت کرده بودند و اینکه میخوان آزاد بشن. در افغانستان همینطور گفته شده که شماری از شهروندان افغانستان برای حمایت از رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ایران و زندانیان سیاسی در مقابل کنسولگری ایران در جلال آباد تجمع کردند. این تظاهرات در واقع پنجشنبه 24 ژوئیه بوده به دعوت حزب همبستگی افغانستان. اعتراضات دیگه قبلا صورت گرفته بود، اگر خاطرتون باشه در 2 هفته پیش در موردش صحبت کردیم، در شهرهای زیادی از جمله استکهلم و گوتنبرگ در سوئد، لندن در انگلیس، تورنتو کانادا، اسلو در نروژ، کلن و برلین در آلمان و همچنین در استرالیا و ترکیه و همینطور در ژاپن، در توکیو ژاپن اعتراضات زیادی صورت گرفته بود. تعدادی از سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری حمایت کرده بودند. همینطور در همان مدتی که اعتراضات شده بود، اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی از جمله اتحادیه کارگری در فرانسه، اتحادیه بین‌المللی کارگران ترانسپورت که امیدوارم اتاق فرمان بتونن عکسای اعتراضات رو بذارن، اتحادیه سراسری سوئد نامه هایی رو انتشار داده بودن و سایت لیبر ستار که یک سایت خیلی با نفوذ کارگری هستش کمپینی رو در حمایت از رضا شهابی گذاشته بود. کلن در کشورهای مختلف با نشون دادن عکس زندانیان، این زندانیان، تأکید روی وضعیت این زندانیان و از دریچه اون صحبت در رابطه با کارگران زندانی و وضعیتشون تونستن که به اصطلاح اطلاع رسانی زیادی بکنن و بار دیگه شاید توجه ها رو به وضعیت کارگران زندانی جلب کردن که بتونن سازمان های پرنفوذ کارگری در این رابطه اقدامی بکنن و خود این مسئله به فضای اطلاع رسانی و آگاهگری در مورد اینکه زندانیان سیاسی از جمله کارگران زندانی در چه شرایطی قرار دارند به این مفهوم تونستن توجه زیادی رو به خود جلب کنن. این هنوز ادامه داره طبعا این اعتراضات. خوشبختانه خود این تجمعات و اعتراضات در کشورهای مختلف راه باز کرده بتونن جاهای دیگه این اعتراض رو صورت بگیرن و مجموعاً در سطح کلی وضعیت کارگران زندانی رو مطرح بکنن. طبعا خیلی از این فراخوان ها از سوی خود کارگران زندانی بوده و جواب شاید بگم دنیا، مردم دنیا، کلای مختلف به فراخوانی بوده که شاهرخ زمانی و کارگران زندانی در این رابطه دادن و گفتن که در حمایت از این زندانیان باید به صورت جهانی اعتراض کرد.
امیدوارم ارتباطمون با شهلا دانشور وصل بشه به زودی. فکر میکنم شاید از طریق شهلا دانشور که در این عرصه به طور ویژه فعال هستن بشه نگاه بیشتری به جنبه های مختلف ضرورت این اعتراض و اینکه چرا کارگران زندانی مشخصاً تا این حد تحت فشار هستند. میدونم که طبعا این شامل همه زندانیان سیاسی هستش، اما به طور عموم چه تأثیری داره واقعا؟ چه آیا هیچ ربطی به اعتراضاتی که در داخل ایران هستش، اعتراضات کارگری و غیره، داره یا نه؟ و اینکه خب درسته بالاخره اتحادیه‌های مختلف اعتراض کردن، ولی قرار این به کجا بره؟ چه گارانتی، چه ضمانتی وجود داره که جمهوری اسلامی به یکی مثل رضا شهابی مرخصی بده؟ یادتون نره که چندی پیش یک بار دیگه وقتی که کاترین آشتون سخنگوی بخش خارجی اتحادیه اروپا به ایران رفت، به رضا شهابی مرخصی دادن و اونو حتی به بیمارستان مرخصی ندادن، در واقع به بیمارستان بردن، اما بدون اینکه درمانش کامل بشه ایشون رو برگردوندن. و وقتی که شما نگاه میکنین هیچ صحبتی که جمهوری اسلامی میکنه هیچ ما به ازای عملی لزوما نداره، و اینکه چه گارانتی وجود داره، من و شما چی کار میتونیم بکنیم، قرار سازمان های جهانی چه برنامه رو در پیش بگیرن و خود کمپین برای آزادی کارگران زندانی چه برنامه رو در پیش داره؟ اگر شما عزیزان فعالی در این زمینه هستین، فعال کارگری هستین، دوستان کارگرتون در زندان هستش، خوشحال میشم که بیان روی خط تلفن و صحبت بکنین. من فکر میکنم، همیشه هم گفتم، پیام همبستگی شما حتی اگر 30 ثانیه باشه یک پیام بزرگ رو میرسونه. اینکه کارگران زندانی، خانواده‌هاشون از شما حمایت میکنین، و اینکه به جمهوری اسلامی بگه که نمیتونه به همین راحتی به این کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی فشار بیاره. خود این مسئله که به رضا شهابی گفتن که میخوان مرخصی استعلاجی درمانی بدن، خود این نشون میده که این کارزارهای جهانی موفق هستش، فشار میاره. حتما در بخش دیگه برنامه این رو بیشتر شاید بگم، در ادامه این صحبت میکنیم در مورد اینکه خود این اعتراضات چه تأثیری روی وضعیت زندانیان به طور عموم، زندانیانی که محروم از دارو و درمان هستن، گذاشته و چه جوابی تونسته بده. برحال در این رابطه و در رابطه با عکسای رو صفحه تلویزیون دیدین، طبعا گزارش ها و ویدیوهای خیلی زیادی هستش که در این برنامه ها تهیه شده در کشورها، که به دلیل محدودیت وقتمون در برنامه زنده این رو ما فعلا نشون نمیدیم. امیدواریم در برنامه های دیگه کانال جدید اینو بتونیم خدمتتون ارائه بدیم. خیلی موارد بوده کلن اعتراضات در رابطه با برای آزادی زندانیان سیاسی به کشورهای دیگه، شهرهای دیگه کشیده شده. ترکیه، عراق، افغانستان نمونه هایی هستن که مثل بخش دیگه از اون اعتراضات در رابطه با چه اعدام زندانیان سیاسی، که زانیار و لقمان مرادی یه نمونه از اون هستن که چه اعتراضاتی در رابطه با حمایتشون شده بود انجام گرفت، و یا اینکه مشخصا در این رابطه در مورد کارگران زندانی. طبعا اعتراضات قبلی که در ماه در واقع 12 جولای 21 تیر بود یه چیزی رو من فکر میکنم نشون داد، و اون نشون داد که همیشه صحبت میکنیم از اینکه بعد از اینکه روحانی سر کار اومد، طبعا یه جورایی نه تنها دولت‌های مختلف خوب دارن مماشات میکنن و انتظاری بیش از اون نیست، بلکه رسانه هم گوشاشون رو خوابوندن و یه مقدار یه پاسیو بودن این رو توی اعتراضات جهانی به طور عموم میدیدیم. ولی اتفاقا 12 جولای یا همون 21 تیر یه چیزی رو که نشون میداد این بود که اون حساسیت هست، ولی یکی رو میخواد جلو بیفته، سازماندهی میخواد و این فشار رو میخواد، حتی به اتحادیه های کارگری، حتی به سازمان های مدافع حقوق بشر اون فشار رو میخواد که اگر عرصه رو خالی کنیم به طور واقعی شاید بهنام ابراهیم زاده واقعا جونش رو از دست میداد، رضا شهابی به همون صورت. و در این حال یه نکته که ما اون دفعه صحبت کردیم در رابطه با اعتصاب غذا، و در رابطه با اعتصاب غذا که صحبت کردیم جالب بود که میگفتیم خب اعتصاب غذا نباید زندانی سیاسی بکنه، ولی ما چی کار باید بکنیم؟ نمیتونیم فقط به زندانی بگیم که اعتصاب غذا نکنین، بلکه در کنارش ما یک وظیفه ای داریم. و این مورد اعتراضات 21 تیر و یا اعتراضاتی که قراره در
دوم در واقع ماه آگوست صورت بگیره، یه چیز دیگه ای رو که نشون داد این بود که در این حالی که به یک مثل رضا شهابی نامه نوشته میشه و خواسته میشه ازش که اعتصاب رو بشکنه، در کنارش ما میگیم تو لازم نیست اعتصاب غذا بکنی و جان تو از دست بدی، ما اعتراضاتمون رو وسیع‌تر و وسیع‌تر می‌کنیم. و فکر می‌کنم واقعا این جواب درستی هستش، اینکه نه اینکه ازشون بخوام اعتصاب غذا بکنن، نه اینکه خودمون به حمایتشون اعتصاب غذا بکنیم، بلکه فعالیت جهانیمون رو افزایش بدیم، سازماندهی اعتراضات رو افزایش بدیم، از اون طریقه که یک زندانی سیاسی میدونه که صداش داره میرسه و اعتراضات داره صورت میگیره و لازم نیست جونشو با اعتصاب غذا به خطر بندازه. ما منتظر تماسمون با شهلا دانشور هستیم و به محض اینکه ارتباطمون برگزار شد با ایشون صحبتامون رو میکنیم. اگر سوالی داشتین با کمال میل میتونین سوال بکنین از ایشون در رابطه با همین اعتراضاتی که صورت گرفته و اینکه واقعا در جاهای مختلف چی کار میشه کرد. من نمیدونم از کدوم کشور شما دارین زنگ میزنین، از ایران، از افغانستان، از کشورهای اروپایی، ولی در هر جایی که هستین من فکر میکنم به این احتمال نگاه کنین، به این امکان نگاه کنین که آیا امکان داره در مقابل سفارت رژیم جمع بشین و در روز دوم آگوست در واقع 11 مرداد بتونین اعتراضی رو در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به طور عموم فراخوان بدین یا نه. حتی اگر 2 یا 3 نفر هستین این کمک میکنه که این مسئله رو هرچه بیشتر در اذهان جهانیان زنده نگه داریم. خطای تلفن باز هستن و همطور که خدمتتون عرض کردم شما میتونید تماس بگیریم و ما به محض اینکه ارتباطمون با شهلا دانشور بس شد با ایشون صحبت میکنیم. و ما اجازه بدیم من به یه موضوع دیگه‌ای بپردازم و اون و دوباره به مسئله کارگران زندانی برمیگردم و اونم در رابطه با ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی هستم که متاسفانه احتمالاً شما اخبارش رو تعقیب کردین. ارژنگ داوودی جدیداً حکم اعدام گرفته، یه چیزی که شاید وقتی که اخبار رو میخونیم هیچی باور نمیکرد. ارژنگ داوودی کسی بود که زندانی سیاسی هستش که 10 سال در زندان هستش. مدتی قبل زندان بندر عباس در واقع تبعید شد، در سخت‌ترین شرایط بود، از لحاظ جسمی در وضعیت بسیار بدی قرار داره و طبعا مثل خیلی های دیگه محروم از دارو و درمان هستش. اخیراً شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج برای ارژنگ داوودی حکم اعدام صادر کرده. و چرا این کارو کرده؟ چون مدتی بود وقتی که زمزمه اینو رو انداخته بود که ارژنگ داوودی دوباره محاکمه خواهد شد و همون موقع ترس از اون بود و اخطار ما از این بود که باید جنبید، باید کاری کرد، چرا که وقتی که جمهوری اسلامی حتی خودش اعلام میکنه دوباره میخواد این زندانی رو کاری بکنه که آزاد بشه، در وضعیت بدتری قرار بده و ممکنه هر چیزی پیش بیاد، که دقیقا بعد از مدتی حکم اعدام بهش دادن و در حال حاضر چیزی که گفتن که حکم اعدامش رو صادر کردن، اما این حکم در دادگاه اولیه است و قابل تجدیده. 2 مورد رو میخواستم در این مورد اشاره کنم در رابطه با ارژنگ داوودی. یکی اینکه یه چیزی که جدیداً رژیم انجام میده اینه که در رابطه با رویا صابری نژاد هم همین کار رو کرده، حکم رو اعلام میکنه و بعدم میگه که خب این حکم فعلاً صادر شده اما قابل تجدیده. اینو میدونم در خیلی از دستگاه‌های قضایی در کشورهای مختلف به طور واقعی این کار رو میکنن، در حال مراحل مختلف دادگاه هستن که اون مراحل مختلف دادگاه معنیای مختلفی داره و در این حال میتونن تماس بگیرن، میتونن کاری که بکنن تجدید نظر بکنن یا نه. با پوزش از شما. یه اشکال فنی پیش اومده طریق تلفنمون که به زودی رفع میشه و هم شهلا دانشور رو خواهیم داشت و هم شما عزیزان رو. یه واقعیتی که هستش و اونم اینه که به طور واقعی این وقتی این رو میگن، وقتی اینو میگن که صحبت نکنین، به نظر من در سیستم قضایی جمهوری اسلامی یه معنی دیگه ای میده. به طور واقعی خودمون میدونیم سیستم قضایی
جمهوری اسلامی چه سیستمی هست؟ سیستم متعارفی نیست، سیستمی نیست، سیستمی کاملا بر اساس وحشیگری و کشتنه. یه آدمی رو که حکمش در واقع حکم اعدام نبوده، حکم اعدام بهش میدن. یک کسایی رو که به اسم روی فیسبوک فقط احسان نظر کردن، حکم 20 سال بهشون میدن. اما به نظر من جمهوری اسلامی از این مسئله، چیزی که من فکر میکنم باید هوشیار باشیم، یه هدف دیگه داره. ببینید، وقتی یکی به شما میگه که حکم این آقا یا خانم صادر شده، ولی فعلا صادر شده و قابل تجدید هستش، از لحاظ روانی ما همه ما میگیم خب حالا وایسیم ببینیم چی میشه. و در خیلی موارد خود وکیلای این زندانیان به خانواده هاشون گفتن که این کار رو رسانه ای نکنید، صحبت نکنید، ممکنه تجدید نظر بشه. این به نظر من زیرکی جمهوری اسلامی هستش، به این وسیله مسئله رو مسکوت میذاره، یه مدت این میخوابه و خود اون اتفاقا خطر از بین بردن زندانی رو هرچه بیشتر میکنه. و به این دلیل من فکر میکنم وقتی که، حتی جالب بود برای خودم وقتی که خبر رو میخوندم، ممکنه خبر رو بخونیم از کنارش بگذاریم، ولی اگر به نکاتی که در پس اون هستش، اگر با شناخت 34 ساله‌ای که از جمهوری اسلامی داریم به نکاتی که گفته میشه نگاه نکنیم، دست جمهوری اسلامی رو نخونیم و هدفش رو نگاه نکنیم، ممکنه خیلی به سادگی بگیم که خب حالا حکم اعدامش رو چیزی نگیم. این رو ما نمیگیم، طبعا این رو بعضیا میگن که میگن فعلا رسانه ایش نکنین و غیره. ما معتقدیم که سریعا اتفاقا باید رسانه ای بشه، چیزی که اسم گرفته و یا کمپین برگزار بشه. یا مثلا خیلی این خبر ارژنگ داوودی رو که من نگاه میکردم، چیزی که جلب توجه منو جلب کرد سرتیترش بود. یکی این بود، نوشته بود ارژنگ داوودی به صورت غیر قانونی به اعدام محکوم شد. من پیش خودم فکر میکردم که غیر قانونی یعنی چی؟ مگه میشه ارژنگ داوودی رو قانونی به اعدام محکوم کرد؟ یعنی حتی واژه هایی که به کار برده میشه خیلی جالبه. کدوم قانون در جمهوری اسلامی؟ کدوم قانون؟ چه قانونی میگه که کسی که اظهار نظر، اصلا ما مخالف اعدام هستیم قبل از همه چیز، چه قانونی میگه که کسی که اظهار نظر میکنه باید به زندان افکنده بشه؟ آیا این قانونیه؟ ما که قانون جمهوری اسلامی رو قبول نداریم. قانون یک دیکتاتور رو شما قبول داشته باشین، اون موقع میتونیم بگین قانونی یا نه. یعنی من فکر میکنم این خیلی مهم هستش و این یه نکته دیگر رو به ذهن آدم میاره. و اونم این، زمانی که حمله کردن به بند 350 زندان اوین، مصاحبه‌ای بود در یکی از این رسانه‌ها با یکی از به اصطلاح متخصصین حقوق بشر صحبت میشد در رابطه با یورش به زندان. و خیلی جالب بود، بخشی از اون مصاحبه، شاید بگم بخش زیادش، این بود که آیا زندانی مجاز هستش موبایل داشته باشه؟ و وقتی که به این قضیه نگاه میکردین، یورش به زندان، حمله وحشیانه به این زندانیان، ضرب و شتمشون، انداختنشون تو تکسلولی، اینا بخش عمده صحبت ها رو تشکیل نمیده. اینکه آیا زندانی اجازه داره یا نه. یعنی این رو من فکر میکنم من و شما به عنوان کسی که این اخبار رو میخونیم، این اخبار رو گوش میدیم و نظر داریم در این عرصه و مدافع زندانیان سیاسی هستیم، به نظر من باید تذکر بدیم، باید صحبت کنیم. اگر رسانه این کارو میکنه، باید نظرمون رو بنویسیم، باید بهش بگیم نمیتونی این کارو بکنیم. شما موضوع رو از چیزی که اصلی منحرف میکنین، میارین رو موضوعاتی که اصلا موضوع زندانی سیاسی نیست. اینکه زندانی سیاسی موبایل داشته باشه یا نداشته باشه مسئله است، یا این مسئله است که زندانی سیاسی ضرب و شتم میشه، به بدترین نوعش به تکسلولی انداخته میشه، با خانواده‌اش حق نداره ملاقات بکنه. و دقیقا هم تو این مورد، این اولین مورد نیز، بارها دیدیم که اون یک زندانی خواست قانونیش این شده اون نشده. یعنی چی هستش؟ خواست قانونی معنی چیه؟ چه معنی میده؟ بر اساس کدوم قانون؟ استاندارد بین المللی؟ استاندارد بین المللی که تو ایران اجرا نمیشه. قانون جمهوری اسلامی؟ قانون جمهوری اسلامی رو مگه قبول داریم؟ مگه قانونی هستش که میشه بهش ارجاع کرد، رجوع کرد؟ به همین دلیل خود وضعیت ارژنگ داوودی به نظر من یک موضوع خیلی مهم رو یک بار دیگه داره گوشزد میکنه. و اون موضوع هم این هستش که وقتی که زندانی حکم میگیره، حکم زندان میگیره، اینجوری نیست که فکر کنیم حتی اگر یک سال گرفته، 6 ماه حکم گرفته، هنوزم طبعا دفاع میکنیم. ولی خیلی ها میگن که خب بیاین حالا اول از اونایی
خیلی کارزارهای بزرگتر را بندازیم که اعدامی هستن. و مشکل اینه وقتی که زندانی حکم میگیره، این به اون دلیل نیست که حتی با اون حکم میمونه. هر فرصتی که جمهوری اسلامی به دست بیاره حکم زندانی رو تغییر میده. هیچ استاندارد و قانونی هم وجود نداره. بله، قانون توحش جمهوری اسلامی وجود داره، قانون وحشیانش وجود داره، ولی هیچ قانون استانداردی وجود نداره که بخوان این کار نکنن. و به همین دلیل من فکر میکنم این شاید حکم اعدام ارژنگ داوودی یه جورایی یک اخطاری بود به همه ما که واقعا باید خیلی فعالیت ها رو گسترده کرد. وقتی که زندانی رو تبعید میکنن زنگ خطر یه درجه میره بالاتر، وقتی زندانی رو میگن مورد تجدید محاکمه قرار میدن بازم اون زنگ خطرش بیشتر هستش، و وقتی که زندانی رو ایزوله میکنن اجازه نمیدونن ملاقات داشته باشه، به همون میزان ما باید حساسیتمون بالاتر و بالاتر بره. ما امیدواریم با مبارزمون، با اعتراضمون بتونیم در واقع برای آزادی زندانیان سیاسی، برای الغای احکام اعدام تلاش بکنیم. در رابطه با در واقع ارژنگ داوودی و همینطور علیه حکم اعدام ریحانه جباری که همونطور که میتونین دختر جوانی که 7 سال در زندانه، حکمش اعدام، اعتراض جهانی از سوی کمیته بین‌المللی بر علیه اعدام براش به راه انداخته شده بود، و این مسئله که هنوز جمهوری اسلامی بعد از اینکه بیش از 160 هزار مردم در سطح دنیا تومار حمایت از ریحانه رو امضا کردن هنوز رسما اعلام نکرده که حکمش الغا شده. به همین دلیل در روز شنبه دیروز در واقع در شهر کلن آلمان تظاهراتی از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام بود در حمایت از علیه حکم اعدام ارژنگ داوودی و ریحانه جباری، و صحبت کردن در مورد این موضوع که این دو نفر هرچه سریعتر باید حکمشون الغا بشه. طبعا به میزان احکام اعدام روز به روز بیشتر و بیشتر اضافه میشه، لیستا طولانی تر میشه. متاسفانه اگر توجه بکنین زندانیان سیاسی که براشون کارزارهای جهانی صورت گرفته احکام اعدامشون رو فعلا متوقف کردن، اما گوش به زنگ باشیم، چرا که متاسفانه این احکام اعدام الغا نشده و این زندانیان هر لحظه در خطر اعدام هستند. و این نکته بود که در رابطه با وضعیت ارژنگ داوودی میخواستم بگم. اگر شما عزیزان از زندانیان سیاسی دیگه خبر دارین که این زندانیان سیاسی در وضعیتی هستن که احکامشون داره اجرا میشه، در وضعیتی هستن که هیچ گونه وضعیتشون اصلا معلوم نیستش، من فکر میکنم خیلی مهمه که خبر رسانی بشه. من در بخش زندانیانی که محروم از دارو درمان هستن صحبت خواهم کرد که طبعا مخصوصا جدیدن تبعید کردن، محرومیت از دارو و درمان و تمام اینا شگردای که جمهوری اسلامی به کار میبره تا زندانی رو هرچه بیشتر تحت فشار قرار بذاره. فکر میکنم ما هنوز مشکل تلفن داریم، اما لطفاً تلاش بکنین اگر امیدوارم تلفن رو بس بشه و بتونیم شما عزیزان رو رو خط تلفن داشته باشیم، و یا شاید اگر تا تلفن رو بس میشه بتونیم کلیپی ببینیم و بعدم برگردیم. امیدوارم اتاق فرمان به ما این خبر رو بدن. اما در رابطه با زندانیان، در رابطه با کمپین رویا صابری نژاد، این کمپین رو من اشاره کوتاهی کردم در 2 هفته پیش، اما در واقع رویا صابری نژاد که من مجدداً در آخر برنامه به ایشون اشاره خواهم کرد و امیدواریم عکسش رو صفحه تلویزیون داشته باشیم. رویا صابری نژاد در واقع کسی هستش که در ماه اکتبر 2013 پارسال دستگیر شد و متاسفانه هنوز در زندان هستش. ببینین، نمیدونم چند نفر شما فیسبوک دارین یا از فیسبوکتون استفاده میکنین. خوشبختانه به لطف میدیای اجتماعی تعداد بسیار وسیعی از مردم از فیسبوک استفاده میکنن، از روی تلفنتون، از روی کامپیوترتون، مخصوصا برای کسی که محدودیت اینترنتی نداره، در خارج از ایران هستش، هیچ گونه نگرانی نداره که فیلتر شده باشه، تحت تعقیب باشه. ممکنه استفاده از فیسبوک برای نگاه کردن به هر چیزی کار روزانه‌تون باشه.
ممکنه این که هر بار تلفنتون رو نگاه میکنین، از این تلفن های هوشمند رو نگاه میکنین و فیسبوکتون رو چک میکنین، کامنت میذارین، لایک میذارین، به جاهای دیگه مفرستین و همه اینها هرگز به مغزتونم خطور نمیکنه که کسانی هستن که به خاطر همین کار ساده در زندان هستن. یک کار روزمره که شما شاید اخبارتون رو بخونین، شاید کارهای روزمرهتون رو انجام بدین، کسی مثل شما همین کار رو انجام داده و وقتی که به ایران رفته دستگیر شده. و اون کسی هستش مثل رویا صابری نژاد. تنها رویا نیستش، طبعا تعدادی هستن که در رابطه با فعالیت‌های سایبری، چیزی که جالبه چه اسم بزرگی هم روش گذاشتن، فعالیت‌های سایبری به این معنی که شما یک پست رو می‌بینین، یک به اصطلاح عکس رو می‌بینین و یا یک نوشته‌ای که می‌بینین خوشتون میاد، به یکی دوستاتون می‌فرستین، روی فیسبوکتون می‌ذارین و یا اینکه در موردش یه خط می‌نویسین، این رو اسمش می‌ذارن یه فعالیت خیلی بزرگی، چون از نظر جمهوری اسلامی قانونش میگه حتی اگر یک نفر با یک نفر دیگه یک کار رو انجام بدن، این اجتماع علیه نظام هستش و جرم حساب میشه. رویا صابری نژاد کسی بود که به طور واقعی نه عضو هیچ حزب سیاسی هستش، نه لزوما هیچ فعالیت سیاسی داشته، کسی بوده که در شهر منچستر انگلستان درس میخوند، زندگی میکرد به همراه همسرش و مثل همه ما اخبار رو تعقیب میکرد، مثل همه ما شاید یه فیسبوک یه پستش رو لایک میزد، تا اینکه پارسال به ایران برگشت. به ایران برگشت و که به خونوادش سر بزنه، که یک هفته بعد از اینکه به ایران برگشت در شیراز دستگیر شد. تنها اون نبود، بلکه در اون مدت 7 نفر دیگر رو هم از قبل دستگیر کرده بودن و یک دادگاهی براشون گذاشتن و 8 نفرشون رو حدوداً به رویا و 7 نفر دیگر رو به 123 سال زندان محکوم کردن به جرم فعالیت سایبری. و طبعا من فکر میکنم وقتی خودتون رو جای رویا صابری نژاد میذارین، اصلا به مغزتون هم خطور نمیکرد همچین اتفاقی براتون بیفته. و زمانی که اینها رو به جور به قول خودشون توطئه علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات دین اسلام در دادگاه محاکمه میکنن، وکیل رویا حتی حق نداره حرف بزنه. یکی از دوستان یادم، احتمالاً حالا برنامه رو دارن میبینن، در رابطه با این صحبت میکرد، دوبار از ما خواست که یک کسی رو بیاریم که به خونواده های زندانیان سیاسی بگه حق و حقوقشون چی هستش و من قول دارم بهشون حتما هم این کار رو خواهم کرد. تا حال این امکان برامون مهیا نشده، اما این یکی از نمونه هاشه. یک وکیل وکیل هستش، میدونه حق داره در دادگاه از زندانیش حمایت بکنه، میدونه که موکلش اونجاست و حق داره از طرفش صحبت بکنه با قاضی همه اینا، ولی میدونین قاضی چی گفته به موکل رویا؟ گفته شما حق ندارین صحبت بکنین، شما اونجا بشینین فقط بنویسین، حق ندارین به هیچ عنوان صحبت بکنین. مسئله این نیست که قانون رو نمیتونن، مسئله اینه که قانونی وجود نداره، حقی وجود نداره. و رویا صابری نژاد به همراه 7 نفر دیگه در اون دادگاه بدون اینکه حق حرف زدن داشته باشن، بدون حق اینو داشته باشن از لحاظ قانونی با اون از اونها حمایت بکنن، اونجا میمونن و حکمشون رو در سکوت میگیرن. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام میکنم شیوا محبوبی شهر دانشور هستم. پوزش میخوام که به موقع نتونستم رو خط بیام، یه مشکل فنی بود. خواهش میکنم. با سلام به شما شهر دانشور، اتفاقا من یکی دو بار اعلام کردم و اتاق فرمان اطلاع داد که مشکل فنی هستش. خیلی ممنون که شرکت کردین. من یه مقدار در رابطه با اعتراضاتی که در مورد کارگران زندانی صورت گرفته بود صحبت کردم. سوالی که میخواستم ازتون بکنم این بود که در حال حاضر، اولا اگر امکانشو داره به ما یک آخرین خبر رو در رابطه با رضا شهابی بدین ممنون میشم. و بعد سوالم این هستش که در واقع 11 مرد ببخشید 21 تیر یک اعتراضاتی بود در شهرهای مختلف در حمایت از کارگران زندانی. شما اعلام کردین 11 مرداد 2 آگوست یک روز دیگه ای رو اعلام کردین. ضرورت این روز دوم چی بود؟ آیا وضعیت بدتر شده که این روز دوم رو هم اعلام کردین؟ بعد اول در مورد وضعیت رضا شهابی و دوستانی که در بند هستن بگم،
رضا شاهی تو 21 تیر ماه بعد از یک اعتراض جانانه که علیه پسرهای رژیم اسلامی تو زندان شد، محرومیتش به خاطر محرومیتش از درمان و خلاصه به دنبال یک کارزار جهانی و که یک سرش تو سنندج بود، یک سرش تو اروپا بود، تو خود زندان بود، امضاها بود، اطلاعیه ها بود، بیانیه ها داده به شکلهای کارگری بود، از طرف اتحادیه های بین المللی کارگری بود، تو چنین ابعادی بود که انعکاس وسیعی پیدا کرد، تا صدای خود جمهوری اسلامی در موردش مجبور به عکس العمل شده و تو یک بعد از یک همچین فشار سنگینی ما دیدیم که رضا رو بردن بیمارستان و در بیمارستان زنجیر به دستش بستن، ملاقات ندادن، ولی رضا اعتراض ادامه داد، ما هم کارزار رو ادامه دادیم، این اعتراضات ادامه پیدا کرد و در این حال همه صحبت ما این بود که از رضا خواستیم که حساب قضاش پایان بده و گفتیم که اطمینان میدیم که ما با اعتراضمون با کارزارمون این فشار رو میاریم و حق شما و همه زندانیان سیاسی کارگران زندانیان که درمان برخوردار بشن و اصلا باید فورا از زندان آزاد بشن و به هر حال بعد از باز این فشارها اونا مجبور شدن که با رضا دیدار کنن و دستای اونا باز کردن، اجازه ملاقات دادن، دوستانشون رفتن و الان رضا در بیمارستانه. قرار عمل جراحی بشه رو کمرش ولی به دلیل اعتصاب غذای طولانی از این طرف و فشارهای درون زندان و تغذیه بیدرمانی، فشار دائم، درد دائم، همه اینها فشار روحی عصبی، دکترها گفتن خطر جانی داره عمل جراحی، به همین دلیل فعلا در حال آسایش هست برای اینکه آماده بشه برای این عمل جراحی و در بیمارستان هست منطقه ملاقات داره و بالاخره بخشی از خواستای رضا پاسخ گرفت، قرار شد که اون رو عمل جراحی انجام بدن روش و بعدم بعد از عمل به خونه منتقلش کنن تا وقتی که پزشکان تشخیص میدن باید در تحت معالجه و در خونه و در محیط آرامی باشه. این مهم هست چون اعتراض رضا فقط به خودش نبود، مسئله زندانیان سیاسی و مسئله فشاری هست که جمهوری اسلامی بسیار مسئله درمان دارو بکشیده. به نام ابراهیم زادم که میدونی از 13 خرداد منتقل شده به بند 209 و همچنان در اونجاست و آخرین صحبتی که باز خبری که از گفته های همسرشون رباوه خانم رباوه رضایی در جریان هستید گفته شده که همچنان زیر فشار و بازجویی هستش، نه تنها اون بلکه خانوادهش زیر فشار بوده، حتی رفتن خونش کامپیوترش بردن، اسناد بردن، پسر 15 سالش رو که بیماری داره و بیماری سرطان داره باید تحت آسایش باشه رو تهدید کردن، گفتن هر اطلاعات میدید برخواد. این هم از وضعیت بهنام ابراهیم زادن. الان رضا شهابی و شاهرخ زمانی با همدیگه نامه دادن و اعلام کردن که شکایت دارن به حکمی که بهشون دادی شده، چون رضا 6 سال حکم داشت بعدم به 4 سال تخفیف پیدا کرد ولی دوباره باز همون 6 سال رو دارن جاری میکنن و تازه همین 4 سال هم حکمی هست در مقابل مبارزات اینا و اعتراضات اینا و فشاری که به حال خواستایی که اینا دارن. اینه که ما بعد از 12 جولای به این نتیجه رسیدیم و 21 تیر گفتیم باید این کارزار ادامه پیدا کنه، بخاطر این 3 تا کیس به طور ویژه، این 3 مورد اضطراری هست، ویژگی داره، این 3 نفر صدای انسانیت، صدای آزادی خواهی تو زندان بودن، صدای در واقع اعتراض همه زندانیان سیاسی بودن و در فشارهایی هم که روشون گذاشته میشه اینه که جمهوری اسلامی میخواد اینا رو ساکت نگه داره. اینا کسانی هستن که در مورد اول می، به مناسبت اول می، نمیدونم 8 مارس، در دفاع از همکارانشون، در دفاع از همبندانشون، در دفاع از مبارزات مردم، در دفاع از کودک همچنان پیام دادن، بیانیه دادن و همچنان به عنوان یک رهبر ایستادن و صحبت کردن و این مهم هست که ما این کارزار رو ادامه بدیم تا آزادی کامل اینا و آزادی کامل همه زندانیان سیاسی، ولی اینا 3 نمونه است، 3 مورد معینه که در واقع
آزادی اینا، آزادی کل کارگران زندانی، آزادی اینا تاثیر میذاره رو آزادی کل زندانی ها، سیاسی باز کردن در زندان ها. و به ویژه با نامه ای که رضا و شاهرخ دادن، ما فکر کردیم که روز دیگه رو اعلام بکنیم که این روز همونطور که گفتید 11 مرداد هست، دوم اوت هست، و تا همینجا کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که شما سخنگوش هستید و همیشه ما با هم دیگه کار فشرده و تنگا تنگی داریم با این کاردار هستید، مادران علیه اعدام، نهاد مادران علیه اعدام با این حرکت هستن، در استرالیا اتحادیه کارگران کشتیرانی و یک دو اتحادیه دیگه ما همراه با همکاران این کمپین اعلام کردن که یک راهپیمایی میذارن و یک تجمع اعتراضی برای حمایت از این کارگران، و به این شکل ما در حال سازمان دادن این روز اعتراضی هستیم. همین جمعه گذشته هم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن، حتما خبرش رو گفتید که به دعوت ورکر لیبریتی اونجا فراخوانی داده شده بود در حمایت از کارگران، ما اونجا بودیم و عکس رضا شاهی و کارگران زندانی بر سردر جمهوری اسلامی در واقع چشمگیر بود، قابل توجه بود، و همونجا باز بعد این شد همه تاکید داریم داشتن که این حرکت باید ادامه پیدا کنه. این یه خلاصه از کل اتفاقاتی که افتاده. بله، یه سوالی که میخواستم بکنم، فکر میکنین چقدر بالاخره مطرح کردن وضعیت، شما گفتین مطرح کردن وضعیت این سه نفر به طور مشخص، طبعا کارگران دیگه هم در زندان هستن، ولی این کمک میکنه چی میگن دنیا ببینه چی داره میگذره، چقدر این در عین حال میتونه توجه ها رو به اعتراضات کارگری در ایران جلب بکنه؟ چرا که شما اگه نگاه کنین این دو با هم هستن، کسی که اعتراض میکنه دستگیر میشه، کسی که دستگیر میشه اعتراضش رو هنوز تو زندان مثل رضا شهابی و بهنام و مشخصا شاهرخ زمانی ادامه میدن، چقدر این میتونه کمک بکنه که نشون بده این اعتراض رو؟ ببینید سوال بسیار به جا و خوبی هستید. همونطور که گفتید این کارگران دستگیر میکنن برای اینکه جلوی سازماندهی اعتراض کارگر رو بگیرن، برای اینکه مبارزه کارگری و کل جامعه رو عقب بزنن. اینو دنیا میدونه و به ویژه مقطع دستگیری هایی که تو شرکت واحد شد در سال 84 که 1000 کارگر دستگیر شدن در اعتصاب باشکوهی که این کارگران داشتن، انعکاس وسیعی بین‌المللی داشته. بنابراین به معنی که صحبت از کارگر زندانی میشه، فورا اولین سوال اینه که چه خبره تو جنبش کارگری. و وقتی نگاه میکنه تو همین چند ماه اخیر نگاه کنه، هزاران کارگر در کارخانجات مختلف در اعتراض مبارزه بودن، تو بافق یزد، توی پتروشیمی تبریز، توی پول اکریل، صنایع فلزی، کیان تایر، کارخانجات متعدد. و همین امروز خبری خوندم که فعالین کارگری پتروشیمی ماهشهر رو مثلا فرا خواندن برای اینکه قوه قضاییه فرا خونده برای اینکه پرونده باز قضایی داشتن. اون پرونده باز قضایی یعنی چی؟ یعنی اعتراض کردن، یعنی مبارزه کردن، یعنی دستمزد پرداخت نشدهشون خواستن، یعنی علی بیکارسازی ایستادن، اول می رو جشن گرفتن، تشکر ساختن برای خودشون، خواهان حق تشکر بودن، خواهان حق اعتراض بودن. یعنی اینها، و اینو جمهوری اسلامی میگه اخلال در امنیت ملی، یعنی امنیت اونا، یعنی امنیت خامنه، یعنی امنیت ثروتاشون. اینا دیگه گفتمانهای آشکاریه، برای مردم آشکاریه و تو سطح دنیا شناخته شده، و ما تلاش میکنیم این رو انعکاس جهانی بدیم و بگیم چی میگذره. و همین دلیل شما نگاه میکنید امروز رضا شهابی یه رهبر شناخته شده تو سطح جهانی، برای جمهوریتان سنگین تمام میشه، نمیتونه چنین کارگری رو، چنین فرد معترضی رو همینجوری بی سر صدا سرش زیر آب کنه. یا بهنام ابرانی زدن جوری، یا شاهرخ زمانی، محمد جرایی، تک کارگران زندان و خود این کارزارای بین المللی، خود این کمپین هایی که ما داریم و یا کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی داره، به یک معنا داره این رو سنگین میکنه برای جمهوری اسلامی که نمیتونه و همده مجبور میشه بذار به بیمارستان منتقل کنه، مجبور میشه که مثلا فرض کنید که با مرخصی استعلاجیون موافقت کنه. خود اینا راه نشون میده که این راه
باز کردن در زندان هست. این راه تأثیر گذاشتن برای آزادی بقیه کارگران و تمام زندانیان سیاسی، این کارزارها، این فشار گذاشتن ها، این اعتراضها، این صدای اینا رو نمایندگی کردن در همه جا، راه اینه. و در اینها راهی برای پیشروی خود جنبش کارگری هم تو که شما گفتید، برای اینکه جمهوری اسلامی اینا رو میخواد زندان میکنه، جلوی مبارزات رو بگیره، میبینید که خود زندان هم به محل از اعتراض تبدیل میشه، خود زندان ادامه اعتراضات تو جامعه، ادامه اعتراضات کارگران تو محیطهای کارگریه، ادامه میبینید این کارگری به طور مشخص دارن صدای انسانیت و آزادی خواهی رو تو سطح جامعه، نه فقط دست مزدن، دارن تو این سطح قد علم کردن. و این در واقع همراه با این کارزارها تصویری داده میشه از اون کسی در جنبش کارگری در ایران هست، در جامعه ایران هست، اینکه ساکت نیستن کارگران، مردم ساکت نیستن، مردم مطالبه دارن، مردم ایستادن، کارگران ایستادن، حق حقوقشون رو میخوان و یک جامعه معترض هست و به این شکل یک قدبندی و یک جنگ هر روزه رو به نمایش میذاره. ازتون خیلی تشکر میکنم. اگر نکته ای رو لازم میبینین و یا اینکه در طول برنامه ازتون خواهش میکنم، من همیشه از مهمونام این خواهش رو دارم که اگه در طول برنامه، اگه برنامه رو تعقیب میکنین، اگر موردی هست که بینندگان اینجا سوالی دارن، ممنون میشم اگه دوباره تماس بگیرین و شرکت بکنین در اون بحث. ازتون خیلی تشکر میکنم. وقتی که دادید فقط فراخوانی دارم برای دوم اوت 11 مرداد که به نظرم در ایران هم میشه این روز به روز اعتراض در بسیار کارگران زندانی تبدیل کرد، تو مار جمع کرد، هم با این خانواده ها بود، عکس های این کارگران جای مختلف نصب کرد، پیام های همبستگی داد و اشکال تو برنامه کمیته مبارز برای آزادی زندانی سیاسی تو همین برنامه که دارید بیان اعلام همبستگی بکنن و بگن که ما از این حرکت میپیوندیم، به این حرکت میپیوندیم و دفاع میکنیم. خود یه فرصتیه و این فرصت هاست که ما رو قدم به قدم جلو میبره برای باز کردن در زندان ها و برای رهایی کارگران و زندانیان سیاسی از زندان. تشکر میکنم ازتون، موفق باشید. بله بینندگان عزیز، خطای تلفن به گمانم باز هستش و شما عزیزان میتونین تلفن بزنین، سوالی اگه داشتین و یا در این حال در رابطه با این موضوعات نظری دارین و مخصوصا در رابطه با همبستگی با اعتراضی که قرار روز 11 مرداد در دفاع از کارگران زندانی صورت بگیره، اگر پیشنهادی دارید، اگر برنامه‌ای دارید و یا به طور عموم اگر پیام همبستگی دارید، حتی یک جمله، اینکه خیلی از کسانی که خانواده‌های این عزیزان هستن این برنامه رو می‌بینن، خود این عزیزان از این برنامه ها مطلع هستن و ازتون میخوام که پیام همبستگیتون رو بدین و مهم هستش واقعا. ایشون باشه دانشور اشاره کردن به نیما ابراهیمزاده، فرزند بهنام ابراهیمزاده، و من به ناگاه اولین برنامه یادم اومد که در رابطه با نیما صحبت کردین در همین برنامه و به یادم اومد که نیما وقتی که خیلی سنش کمتر بود، سالها پیش یک بار من باش یک مکالمه داشتم در رابطه با پدرش که در زندان بود و از همین برنامه هم صداشو پخش کردیم که گفت که من از همه میخوام هر کاری میتونم بکنم که پدرم آزاد بشه. بچه این نوجوانی که در واقع مبتلا به سرطان خون هستش، تحت مداوا هستش، تحت بدترین فشارها هستش، هنوزم رژیم میترسه و به خونش حمله میکنه، کامپیوترش رو برمیداره و میتونین تصور کنین این بچه در چه شرایط ناامنی زندگی میکنه. میدونم بچه که تون شرایط بزرگ میشه عادت میکنه سری بزرگ بشه، یک مردی بشه به قول خودم بگیم، ولی نباید اینجوری باشه، باید بچه بمونه، باید بچگیشو بکنه. متاسفانه سختی های زندگی نمیذاره یکی مثل نیما و بچه های زندانیان سیاسی بچگی و دوران شیرین کودکیش رو داشته باشن. شاید این یه چیزی که از همه چیز واقعا دردآورتر هستش. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. الو بفرمایید، شما رو خط هستیم. اگه لطف کنیم به تلویزیون توجه نکنین، صدا و تصویر من با تأخیر پخش میشه. سلام میکنم، بفرمایید دوست عزیز.
دوستان ازتون خواهش میکنم، اینو بارا گفتیم شاید برای اولین بار این برنامه رو میبینین، ازتون خواهش میکنم وقتی وصل میکنیم حتما تل حرف بزنین، چون هم به خاطر اینکه وقتمون محدود هستش و هم صدا و تصویر من با در واقع تأخیر پخش میشه، به همین دلیل وقتی حرف میزنین شما صحبت یکم پیش منو میشنوین، اما این رو مطمئن باشین به محض وصل شدن و اینکه اتاق فرمان به شما بگن که وصل هستین، وصل هستین، اینو مطمئن باشین. و شما معمولا این مشکل رو داریم، دوستان زنگ میزنن و منتظر شنیدن صدای خودشون از تلویزیون هستن. و اما بله واقعا وضعیت کودکان زندانیان سیاسی که ما در واقع پارسال 20 ژوئن روز جهانی زندانیان سیاسی رو به این کودکان اختصاص داده بودیم، واقعا رنجاوره، واقعا دردآوره. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام به شما، خسته نباشید، از شما بسیار سپاسگزارم به خاطر این برنامه‌تون. خیلی ممنون از شما برای تماستون، بفرمایید. خواهش میکنم، میخوام بگم وقتی امثال رضا شهابی این کارگر فعال شهری با اسکاندی سهیلی که به جرم دوست حقوق کارگران به عمل کشتن به زندان محکوم میشه و اون رو با دستبند میدیدیم و روی تخت بیمارستان شدیدن دارمون به درد میاد و همگا میفهمیم که ما در کجا داریم زندگی میکنیم، در کشوری که جنایتکاران و شکرخونندگان صدای مردم جبران میدن، ولی مدافعین راستی مردم حتی کارگرانی که از حقوق پایمال شدهشان دفاع میکنن در چنین وضعیت اسفباری به سر میبرن. ما با دفاع جامعه مردم در سراسر دنیا و انفرادات جهانی وقتی داره آزادی زندانیان سیاسی به خصوص رضا شهابی که به نام احمدی‌زاده و شارق زمانی روبرو بودیم که مایه شرف ما بود، این اعلام از وجود ما پیدا میشه که انسانیت زنده است و در سر ملکی اونها و حتی میلیاردها انسان در سراسر جهان موجود زنه که مایه سرگردی و غروره. زندانیان سیاسی باید بیخ بیشتر آزاد بشن، این خاص رو باید با تمام توان پیگیری کرد، خاص رو برای ما مبارزه کرد، گرچه تا جمهوری اسلامی هر دستگیری، زندان، شلاق و شکنجه و اعدام جز دادنفک رفتار این حکومت فاشیست و چپ اولیگار خواهد بود. این روزا خبر از خطوط سنگساری میدهد که در مازندران توسط یک قاضی جنایتکار صدا شده، ساعت صحبت را میدونید، ولی از وزیر عزیز نینا عزیز و مریم نمازی و همه میخواهیم که این مسئله را پیگیری کرد و اگر حقیقت داشته باشه با تمام توان خودشون در راه لب این حکم جنایتکارانه وقتشون رو بذارن. زنده باد آزادی، برابری، سوسیالیسم و همه شمایی که بی‌دلیل در راه ایجاد دنیای بهتری مبارزه میکنید. سلامت و تندرست باشید. متشکرم از وقتی کننده. خیلی ممنون، زنده باشین دوست عزیز. تشکر میکنم از صحبتاتون و اینکه حتما اگر همچین خبری باشه که گفتین سنگسار در مازندران، حتما من این رو هم به اطلاع کمیته علیه سنگسار خواهم رسون و امیدوارم این مسئله پیگیری بشه. و اما همونطور که خدمتتون اشاره گفتم واقعا اینجوریه، یعنی دفاع از این زندانیان خیلی مهم هستش، نکته بسیار مهمیه که بتونیم در اون شرایط فشار بیاریم. شما گفتین یه مورد سنگسار است، نمیدونین این درست هست یا نه، و من فکر میکنم به یاد دارین اون موقعی رو که سنگسار احکام سنگسار رو صادر میکردن و حالا مدت هاست جرأت نکردن همچین کاری بکنن، و من فکر میکنم تو هر موردی که تونستیم اعتراض بکنیم، اعتراض سازماندهی کنیم، این مسئله شکل دیگه ای به خودش گرفته و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده. خیلی از دوستان میان و میگن که خب ایران یه زندان بزرگ هستش، اما شما باید اون زندانی رو که وجود داره افشا کنین، کار بکنین روش تا بتونین اون میزان باز شدن فضای سیاسی رو به دست بیارین. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام خانم محبوبی. سلام میکنم به شما خانم محبوبی. شما چرا از آیت الله بروجردی که 10 سال بیچاره در زندانه صحبت نمی کنید؟ 10 سال به خاطر جدایی دین از حکومت. شما برنامه های ما رو تعقیب می کنین؟ بله. شما برنامه های ما رو تعقیب می کنین؟
آری ولی هنوز عکسی از آیت الله بروجردی ندیدم. خب احتمالا شما ندیدین، احتمالا اتفاقا ما با کمپین برحال حمایت از کمپین حمایت از بروجردی، کاظمینی بروجردی، مثل هر زندانی دیگه ای امر ما هستش و ما اتفاقا در ارتباط خیلی نزدیک با کمپین کاظمینی بروجردی هستیم. همیشه گفتیم که برای ما زندانی طبقه بندی نداره، زندانی نیست که چون ایدئولوژیش اینجوریه یا اونجوریه ما ازش دفاع نمی کنیم. همین انتقادی که ما به خیلی جاهای دیگه داریم که چرا بعضی از زندانیا در رسانه ها مطرح میشن بعضیا نمیشن، به طور واقعی برای ما این هستش هیچ کسی نباید در زندان باشه. تمام زندانیان سیاسی رو ما مورد دفاع قرار میدیم و دادیم و فکر میکنم این یه ویژگی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هستش. من فکر میکنم خیلی مهمه که وقتی که تلفن میزنین، همونطور که اون دوست اولمون صحبت کردن، پیامی برای زندانیان سیاسی و یکی مثل نیما داشته باشن. من دوباره میخوام یه نکته ای رو بگم در رابطه با نیما، پسر بهنام ابراهیم زاده، که بگم که واقعا ما هرگز شما رو تو رو تنها نخواهیم گذاشت و نذاشتیم و همه دنیا داره از پدر دفاع میکنه و من فکر کنم خیلی مهمه که اگر اون امنیت و جمهوری اسلامی از نیما یک پسر 15 ساله گرفته، ما چی کار میکنیم؟ من یادم اون موقع که تو زندان تو بیمارستان بود، تعداد زیادی از این پرستارا دور و برش بودن، حمایت میکردن. من فکر میکنم وظیفه تک تک ماست، این بچه ها بچه های همه ما هستن و مهم هستش که این اطمینان رو من و شما بدیم به کسی مثل نیما که از پدرش حمایت خواهیم کرد. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. شیوا خانم سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام میکنم، خیلی ممنون، بفرمایید. در مورد یه چند تا چیز میخواستم صحبت کنم. نمیدونم خبر دارید یا نه، وقتی که مثلا عیاد میشه، عید فطر و این چیزا میشه، مثلا عید فطر چند روز دیگه است، این قوه قضاییه میاد یه چند نفر رو مثلا آزاد میکنه، این خبر دارید که این چجوریه؟ نه خبر ندارم، بفرمایید. اینجوریه توی ایران، اینجوریه مثلا اعیاد یه سری آزاد میشن، حبس احکام میگیرن، حبس همین زندان میگیرن، چیزه کارش زندان میگیرن و این حرفا. بعد امروز یه سری محکومین بخشیده شدن، یه سری عفو گرفتن، که اینجوری که ظاهرن که افسود یه سری اخبارا میگن، خیلی مثلا به نظر میاد خیلی کیس وسیع و مثلا بی سابقه هست، مثلا به نظر میاد که یه حرکت خوبی شده باشه واقعا. حرکت از نظر چند نفر رو اعلام کردن که آزاد شدن؟ ببین اونجوری که گفتن شیوا خانم، مثلا یک مثلا اونا که سنشون کمه، سنشون زیاده، بیمارن، یه قسمتی از محکومه. البته از صبح 10-20 سال بود هی تو اخبار میخوندن، من کلن در ذهنم نیست، ولی اینکه ظاهر قضیه اینه که اصلا بی سابقه هست اینجوری. خب شما یه سوال ببخشید دوست عزیز، من خیلی حساسم روی موثق بودن یک خبر. شما خب از کجا بالاخره این نگاه و چیزتون از کجا میاد که میگین یک حرکت بی سابقه است؟ مگه خب جمهوری اسلامی خیلی وقتا یه سری رو آزاد کرده، یه سری رو بستگی به اینکه چی میخواد. چجوری از چرا میگین یک حرکت بی سابقه است؟ شیبا خانم منظور من میدونید چیه؟ منظور من اینه که با این شرایط، با این اوضاع، در این حدم بازم اینو باید تشکر از شما میکنم، به نظر میاد که مثلا یه حرکتی شده. بعد به حال انشالله که این واسه مردم خوب باشه و این تشکرم از شما میکنیم. بعد من که خودم از خودمه که زندانی ها آزاد بشن، این آقای بهنام، یعنی ریحان دفاری، اینا واقعا شما فکر کنید اینا گناهی ندارن، یه اشتباهی کردن یا اصلا اشتباهی نکردن. بهنام که خودش میگه من فقط از حقوق مردم دارم دفاع میکنم، یعنی من میخوام اونایی که واقعا صدای منو میشنون خودشون فکر کنن مثلا این بهنام چیکار کرده، این ریحانه چیکار کرده، خودشون برن اونایی که مثلا این حکما رو برای اینا صادر میکنن
اینا خود صداتون قطع شد دوست عزیز. حالا صداتون رو داریم. صداتون یه لحظه رفت. یه لحظه رفتش. بله بفرمایید. متوجه شدید درباره بهنام و ریحانه؟ بله بله صداتون رو داشتیم. فقط یه لحظه رفت. بفرمایید. بله اینا میگم که ما این برنامه هایی که الان درباره ریحانه یا بهنام نشون میدید خدا جانیم زبند. دوست از اگه میشه دوباره تماس بگیرین چون صداتون دوباره قطع شد. یه بار دیگه تماس بگیرین. صداتون یه لحظه بسته میشد دوباره. خواهشان دوباره تماس بگیرین. بله دوستان حتما تماس بگیرین. تلفن ها باز هستن. اگر بیدین اشغال مجددا تماس بگیرین. بخش مهم برنامه‌ای که داریم اینه که شما عزیزان در اون هستین و صحبت میکنین و این فوق‌العاده مهم هستش و یکی از حمایت‌هایی که شما از ما میتونید در رابطه با برنامه زندانیان سیاسی انجام بدین اینه که به دوستان و آشنایانتون خبر بدین که این برنامه هست و به این طریق صدای زندانیان سیاسی رو هرچه بیشتر و وسیع‌تر این رو به گوش همه برسونین. عکس رضا شهابی رو با دستبند رو صفحه تلویزیون دیدیم. یکی از دوستان هم اشاره کرد واقعا نمیدونم شما خودتون هرگز در بیمارستان بودین یا نه، میدونین واقعا چه احساسی وقتی که بیمار هستین، نمیدونین حالتون خوب میشه، تو چه شرایط بد روحی هستین، حتی خانوادتون ساعت مشخصی میتونه در کنارتون باشه. فکر میکنم کسی دل بخواه بگه میخوام در بیمارستان باشم. حالا شما این رو هم اضافه بکنین که شما از جهنمی به بیمارستان آورده شدین و به اون جهنم برخواهید گشت و در این حال حتی دستتون رو با دستبند در حالی که مریض هستین به در واقع تخت بیمارستان بستن و خیلی سخته حتی خودمون رو به جای این آدم رو قرار بدیم و واقعا چقدر قابل تحسینه که زندانیان کسی مثل رضا شهابی و خیلی های دیگه در حالی که در اون شرایط هستن ولی هنوز اعتراضشون رو قطع نمی کنن و هنوز اون روحیه اعتراضی رو دارن، هنوز فراخوان میدن، هنوز میگن که ما حاضر نیستیم کوتاه بیایم و این به نظر من پیام مهمی هستش و تمام اینها اعتراضات شما، اعتراضاتی که در زندان هستش که به نیما ابراهیم زاده اون قوت قلب رو میده و بدونه که پدرش و دوستان پدرش تنها نیستن. حتما تلفن بذارین دوستانم، پیام همبستگیتون رو برای خانواده‌های زندانیان سیاسی بشنوم و این خانواده‌ها صداتون رو بشنون. در رابطه با زندانیان مختلف، آیا شما خودتون کارگر زندانی رو میشناسین که در زندان هستش؟ از وضعیتش با خبر هستین؟ آیا میدونین در چه حالی هستش؟ آیا فکر میکنین از چه طریقی میشه حمایت کرد؟ شما خودتون برای اعتراضی که 11 مرداد هستش فکر میکنین چه کار مؤثری باید صورت بدیم؟ فکر میکنین در منطقه و جا و خونه و محلهی که هستین چه کار میتونیم بکنیم؟ و من فکر میکنم مهم هستش که در این برنامه ها فکرامون رو هم بذارم. این یه برنامه یه طرفه نیست که من فقط صحبت بکنم شما گوش بدین. من شخصا نمیخوام اصلا این برنامه اینطوری باشه و پوزش میخوام گاهی وقتا مشکلات تلفنی نمیذاره تعداد بیشتری بیان روی خط و به همین دلیل من ترجیح هم اینه که شما عزیزان باشین، صحبت بکنین. حتی اگه بارها پیام همبستگیتون رو داشتین دارین کم نیست. یک خانواده زندانی سیاسی میخواد هر روز بشنوه که حمایت کنندش داره بهش میگه مادر پدر عزیز تنها نیستی، من با تو هستم و این مهم هستش برای زندانی، برای خانواده‌اش و متقابل راستشو بخواین. اگر خودتون زندانی بودین یا خانواده زندانی هستین حتما این رو میدونین وقتی که خانواده زندانی روحیش قوی باشه تأثیر داره رو زندانی و برعکسش هم هستش و ما نقشی که داریم در حمایت از زندانی و خانواده‌اش فوق العاده مهم هستش. من فکر میکنم برای اینه، به خاطر این حمایت هاست که وقتی که اعتراضی در 21 تیر صورت میگیره از شهرهای مختلف سازمان های مختلف در واقع اطلاع رسانی میکنن. کارای حمایت از حقوق انسانی از زندانیان سیاسی، حالا مشخصا که این برنامه رون هستش صحبت کنیم و عرصه کاری هستش که بیشتر خود من کار میکنم، خیلی سخته. پیشرفت و خیلی سخت میشه دید. اینجوری نیست که امروز یه کاری میکنیم فردا نتیجهشو میبینیم. گاهن آدم ها مایوس میشن، گاهن آدم ها فکر میکنن بی نتیجه است و همه اینا، ولی وقتی که شما اینا رو کنار هم میذارین شاید کاری که همین پیام همبستگی که حالا شما دارین میدین
خود اون رو وقتی جمع میکنین با حرکت هایی که صورت میگیره، شما یه ماه دیگه، یه سال دیگه نتیجهش رو میبینین. این یه حرکت ادامه داره که کم کم باید انرژی بگیره و اون انرژی تبدیل بشه به یک نیروی عظیم. و تک تک این صحبت ها، این برنامه های تلویزیونی، حرکت شما، امضای تومار، تمام این چیزایی که صورت میگیره، این جزء اون مجموعه مبارزه است که با همدیگه یک مشت محکم هستش. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. با درود خانم محبوبی. درود بشون. خسته نباشید. خیلی ممنون. خواستم در مورد پیامی که دیستمون داد، پیامش درسته ولی در موردش باید نظر خواهی کرد. ما هم روزی جلسه داشتیم با بچه های حزبای دیگه سر همین مورد که این زندانی رو آزاد کرده. آیا 4 تا گرفتن بچه خیابانی و زندان کردن اینا و دوباره آزاد کردن افتخار داره؟ آیا 4 تا معتاد گرفتن و آزاد کردن افتخار داره؟ آیا 4 نفر بگیری که وایستدن سر خیابون بخاطر اینکه بیکار بودن دوباره آزاد کردن افتخار داره؟ ما به این باور رسیدیم که آقای خامنه‌ای اگه تمام زندانیای دنیا رو آزاد کنه محکومه، چون ما اینو حاکمیتش رو قبول نداریم، چون رهبریتش رو قبول نداریم. گرفتی چی میگم؟ اصل کار خرابه، ما اصل کار رو باور نداریم. حالا میخواد هر کاری میخواد بکنه، حتی اگر زندانی سیاسیمون رو آزاد کنه ما به چیزامون ادامه میدیم، به قول خودمون ببخشید من یکم چیز دارم تشنج دارم، الان 2 روزه سرما و دست پا مثلا میلرزه، نمیدونم یه آب و هوایی اومد تو خصوصا همه مریض شدن. برای آزادی زندانی های سیاسی، ببینید خانم محبوب، من بارها گفتم این زندانی سیاسی قهرمان هست. اینا جز چیز کارنوال مال شاهنامه نیستن، رستم نیستن که بخوایم از کتاب ها درشون داریم، قصه شیرین فرهاد نمیگیم برای مردم، اینا واقعیت هم. اینا رضا شهابی و برادرهایی که داخل زندان هم، خواهرهایی که زندان هم، زندانی هم، سیاسی هم، برای دفاع از حق من کارگر، حق برابری زن مرد، حق اون معتاد، حق اون کودک خیابانی رفتن زندان. چه باید کرد؟ حمایت گسترده مردم ایران و انسانهای شرفمند ایرانی از اینا و از خانواده ها، با شعار نویسی، با عکس اعلامیه پخش کردن، عکس اینا رو باید چاپ کرد پخش کرد. من درج هم در مورد یه چیز دیگه خواستم از خانم شعله دانشمر، اگر صدا میشنوه میخوام ببینم فقط بچه های حزب کمونیستن اونجا که دارن تظاهرات کردن و دارن الان در مورد این سیاسی ها دارن اونجا حرف میزنن و تجمع میکنن، اگه این جواب این سوالمو بده هر طوری شده کمال نظر رو دست بشو رسونده. خیلی ممنون است. خیلی ممنون، امیدوارم حالتون هرچه سریعتر خوب بشه. خانم چیز این ریزگردهایی که میان تو خوزستان تب و لرز میارن، یه اطلاع رسانیه بکنم حداقل بیمارا بدونن، تبلرز میارن و خوابالودگی 3 روز خوابالودگی میاره، بعد 3 روز خوابالودگی هم 2 روز باید بمونی بیدار خواب نمه، الان 2 روز دومه که خواب اندو رفتن دکتر میگه ایجوریه یه حالت بشه، باید بری چکاپ بدیم، ما هم خوب پول نداریم الحمدلله. خب با اجازت. خیلی ممنون. بله اینم دوباره یکی از واقعا حالا میدونم بحثمون محیط زیست نیست، بحثای مختلفی تو کانال جدید بوده و همین مسئله که خود جمهوری اسلامی در این رابطه چیکار کرده که در واقع هیچی و از طرفی وقتی مردم مریض میشن حتی پول درمان ندارن به طور واقعی و شرایط هرچی بدتر و بدتر میشه. طبعا شعلا دانشور امیدوارم صدای ما رو بشنون، اگه دوست داشتن دوباره میتونم بیان رو خط، ولی از اونجایی که این اعتراض و حمایت از کارگران زندانی رو خود ما کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هم حمایت کردیم، تا اونجایی که من اطلاع داشته باشم تعداد زیادی از سازمان‌ها و احزاب دیگه، چه ایرانی چه غیر ایرانی، از این حمایت کردن و کمپین کارگران زندانی در تلاش است حمایت وسیع‌تری رو جلب بکنه.
و طبعا این برای تمام زندانیان سیاسی هم تأثیر داره، صرفا کارگران زندانی نیست، شاید در پرتو اون وضعیت خود زندانیان سیاسی هم بیشتر مطرح میشه. ولی حتما اگر شعلا دانشور بخوان میتونن بیان رو خط. خطا باز هستش دوستان عزیز. این دوستمون از خوزستان زنگ زده بود و حتما تلفن بزنیم. من مثل همیشه بین صحبت‌های شما بالاخره صحبت خودم رو حتما میکنم و این خبررسانی رو انجام میدم. اما در رابطه با شما دوست عزیزی که از خوزستان زنگ زدین، اتفاقا یکی از کسانی که در زندان کارون اهواز هستش جابر صخراوی، 30 ساله است، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر هستش و در حال حاضر از در وضعیت بدی هستش، از دارو و درمان محروم هست. من مجددا خدمتتون ادامه‌ش رو میگم. بفرمایید دوست عزیز، ببخشید رو خط منتظر موندید. بفرمایید. سلام علیکم، شبتون بخیر. خوش خطم قطع شدش. بله قطع شد. مطالبی مونده که بخونم براتون. بفرمایید. اگه کوتاه هم بگین ممنون میشم، چون اگه کوتاه بگین ممنون میشم. امیدوارم اون مطالبی که من قبلا واسهتون توضیح دادم خوب مطلب، امیدوارم رسونده باشم بهتون. بله، مشکلات قضایی که داریم، لغو احکام سنگین، لغو حبس‌های طولانی مدت، لغو مهریه، لغو شکنجه برای اعتراف‌گیری، لغو ازدواج کودکان، لغو ازدواج کودک با سرپرست، بهبود و انسانی کردن شرایط زندان‌ها، پیگیری قاطع تمام حقوق زندانیان، 1. خراب کردن اتاقهای انفرادی، 2. کاهش ازدحام اتاقها، 3. داشتن روانشناس تا متهم بتواند بعد آزادی به زندگی عادی برگردد، 4. دادن حقوق ماهیانه تا کسانی که ملاقات ندارن وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنند، 5. داشتن ملاقات حضوری با خانواده، 6. وکیل رایگان تا بعد از زندانی شدن پرونده از فراموش نشود، 7. لغو شکنجه و توهین، 8. غذای کافی، سالم، میوه روزانه، 9. دسترسی به امکانات پزشکی، دندانپزشکی، 10. امکانات ورزشی کافی و کتابخانه، 11. ماهانه چند روز مرخصی، 12. داشتن تمام امکانات جمعی از قبیل تلویزیون و کامپیوتر، 13. داشتن مربی برای برگشتن سریع به جامعه. اینا مواردی بود که برای زندانیا حقوق زندانی ها بودش. تشکر میکنم، شب شما بخیر. خیلی ممنون دوست عزیز. من برگردم به این موضوع، به خاطر وقت برنامه همون 45 دقیقه از وقت برنامه داریم، ازتون خواهش میکنم حتما تلفن بزنین، مثل همیشه تلفن ها رو نذارین آخرین 5 دقیقه که، چون نمیخوام هیچ کدوم از تلفناتون رو از دست بدم. اما جابر صخراوی که در زندان کارون اهواز هستش، در اثر شکنجه شدید پاهایش فلج شده، بینایش به شدت کاهش پیدا کرده که گویا حتی نمیتونه 1 متری خودشو ببینه و همچنین از تومور مغزی رنج میبره. این یکی از نمونه‌هایی هستش که در مسئله این خواستهایی که ایشون اشاره کردن، طبعا طبق استاندارد جهانی شما وقتی که یک زندانی رو دارین، حالا این به کنار، درسته اینها نباید در زندان باشن، ولی متوجه هستم از چه جنبه این دوستمون میگن این خواسته ها رو، ولی زندانی هیچ گونه امکانات درمانی بهش داده نمیشه. جابر صخراوی یکی از اون زندانیان هست در زندان کارون. در زندان های دیگر هم به همون شکل عبدالرضا در واقع یکی از کسانی که همیشه در موردش صحبت کردیم و با دخترشون اینجا مصاحبه کردیم، وضعیت محمد رضا پورشجری که امیدوارم عکسشون رو صفحه تلویزیون ببینیم، به بلاگ نویس زندانی هستش که در ندامتگاه مرکزی کرج هست، 7 ماهه که اعتصاب درمان کرده. ممکنه تعجب کنیم بگین اعتصاب درمان چرا؟ چرا آخه یکی که درمان بهش میدن اعتصاب در، به قول یکی میگفت خب ما میگیم از یه سر درمان بهشون بدین، از یه سر یکی میاد اعتصاب درمان میکنه. دلیلش این بود که محمد رضا پورشجری به هیچ از بیماری های بسیار زیادی رنج میبره، به هیچ عنوان به وضعیتش رسیدگی نمیکردن. در یک نامه ای که مدت ها پیش نوشته بود، گفته بود که داروهایی به من دادن که اصلا نمیدونم چیه، من از شما میخوام که اگه بلایی سر اومد منو کالبد شکافی کنین، چون اینها معلوم نیست چه داروهایی به من میدن. و به همین دلیل دست زده بود به اینکه اعتصاب درمان بکنه و گفته بود باید به من درمان مناسب بدیم. بارها حتی پزشکان داخل زندان گفته بودن که ایشون رو باید به خارج از زندان بفرسته، اما این رو قبول نکردن. محمد رضا پوش دخترشون گفتن که در 7 ماه گذشته پدرم در اعتراض به کارشکنی های
مسئولین زندان در روند درمانش از رفتن به بیمارستان و بهداری خودداری کرده است. این رو هم فراموش نکنین. اینکه خودداری کرده این نیست که نره بیمارستان مداوا بشه. اینها فرمالیته، یا به بیمارستان میبرن و یا دارویی بهش میدن که مؤثر نیست و همین باعث میشه که روند بیماریش رو هم حتی بدتر بکنه. در نتیجه دخترشون میترا گفتن که در نتیجه در حال حاضر عوارض بیماری های ایشان به شدت عود کرده. از چند روز پیش بیماری قند خونشان شدت گرفته، به طوری که به یک بار میزان قند خونشان بسیار بالاست و حالت بیهسی در پاها و حالت تهوع شدید دارد. همچنین بیماری های قلبی و تنفسی ایشان شدت بسیاری گرفته و عملاً تنفس برایشان سخت است. به علاوه اینکه ایشون رو من بگم که در شهریور 89 دستگیر کردن، در حال حاضر در سالن 7 زندان دادگاه مرکزی کرج که واقعا یکی از اون زندان‌ها هستش که وضعیت بسیار وخیمی داره و اصلا از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. در این حال من توجه شما رو جلب می کنم، اگر برای اولین بار این برنامه رو می بینین و این رو یادآور می شم که ما از پارسال یک کمپینی به اسم کمپین نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد رو ما اعلام کردیم که در واقع کارزار حمایت از زندانیان محروم از دارو و درمان بود. در اون کمپین با سازمان‌های جهانی صحبت کردن، لیست و سند و غیره تهیه کردن بخشی از اون بود. من وقتی که حتی جدیداً وقتی که شما نگاه میکنید تعدادی از زندانیان رو برای درمان به مرخصی میفرستن، نتیجه این اعتراضات میبینم، نتیجه اعتراضات من و شما، همه ما که با هم دیگه تونستیم وضعیت زندانیان محروم از دارو و درمان رو برای اولین بار به صورت جدی مطرح بکنیم، برای اولین بار به دنیا بگیم که زندانی که از دارو و درمان محرومه کشتن خاموششه، اعدام خاموششه، طوریه که جمهوری اسلامی بی سر و صدا این کارو میکنه. همین حالا با توجه به همه اینها، شما یکی مثل خالد هردانی و ایشون هم در وضعیت جسمی بسیار بدی قرار داره، پزشکان بهداری زندان اعلام کردن که باید با انجامات آزمایشات تشخیصی فوراً به بیمارستان اعزام بشه، اعزام نشده، کارشکنی میشه در اینکه ایشون رو اعزام بکنن. اصغر محمودیان، من فقط این نمونه هایی که خدمتتون میگم که به زندان سمنان تبعید شده در شرایط جسمی نگران کننده و ایشون از بیماری های زیادی رنج میبره. یکی از کسانی که گفته شده اصغر محمودیان در واقع 4 روز به مرخصی فرستاده شده بود برای درمان، که این یه مقدار خب 4 روز شما چجوری میتونین این همه بیماری ها رو از جمله بیماری پروستات، گرفتگی عروق قلب، بیماری تنفسی و غیره رو درمان کنین؟ چون که این مدت یه مقدار طول کشیده بود و ایشون دیرتر به بیمارستان برگشتن، به همین دلیل مسئولین زندان، یکی از مسئولین زندان گفته که یا حکم شلاق صادر خواهد کرد و یا جریمه نقدی. زندانی که وضعیت جسمش به شدت بده، بهش دارو درمان داده نمیشه، به جرم این که میره دارو و درمان بگیره قراره به شلاق بزنن. خب شما به من بگین قانون کجای دنیا هستش؟ با کدوم قانونی میشه جمهوری اسلامی رو قانع کرد که این کارو نباید بکنه، غیر از اینکه این در وجودشه، این کشتنو از هر طریقی که میتونه؟ ولی چقدر این اخبار رو میشنوین، چقدر این اخبار منعکس میشه. و تعداد خیلی زیادیه، عبدالرضا قنبری مجددا و بهار هدایت اخیرا به 4 روز مرخصی درمانی اعزام شده، نادر جانی یکی دیگه از دربند 350 زندان اوین که 6 روز مرخصی دادن. یعنی حتی همین مرخصی ها هم شما نگاه میکنین به خاطر فشارهایی که روی جمهوری اسلامی هست و ما هنوز این کارزار نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد، کارزار حمایت از زندانیان دارو و درمان رو هنوز داریم. و از شما میخوام اگر لیست زندانیان سیاسی رو دارین که در وضعیت بد جسمی قرار دارن، دارو و درمان داده نمیشه، که اون شامل اکثریت تقریبا تمام زندانیان سیاسی هستش، برای ما ارسال بکنین، با ما تماس بگیرین. من فکر میکنم همین که جمهوری اسلامی حتی مجبور میشه مرخصی بده، مجبور میشه فرمالیتم شده زندانی رو ببره بیمارستان، این به خاطر فشار این اعتراضات هستش. و ما اگر این اعتراضات رو کم بکنیم، تعداد بیشتری از بین میرن تحت اسم اینکه اینها مریض بودن، جونشون رو از دست دادن، مثل یکی مثل افشین اوسانلو
که هیچ مشکلی نداشت و در زندان جارش رو از دست داد. حتما تماس بگیرین، تقریبا 40 دقیقه از وقتمون باقی مونده. خواستم توجه شما رو در واقع به اهمیت این کارزار زندانیان محروم از دارو و درمان جلب بکنم و این چیزی هستش که ما نباید ندیده بگیریم. اخبار رو خواهش میکنم فقط نبینین و از کنارش بگذارین. از خودتون سوال کنین که چی کار میشه کرد، چی کار میشه کرد که مانع حتی مرگ یک زندانی دیگه بود. چرا که اگر شما مانع مرگ یک زندانی باشین، اگر شما علیه شکنجه و زندان باشین، دارین برای حق خودتون مبارزه میکنین، دارین اون فضای و فضای سرکوب رو میشکنین و این مهم هستش. اما در این حال آیا شما خودتون کسی میشناسید؟ یکی از دوستان نکته مطرح کرد، گفت که خب زندانیان روی تعداد رو آزاد کردن. یکی دیگه از دوستان گفت خب این چه افتخاریه، 10 نفر رو گرفتن کودک خیابانی دوباره آزاد کردن. شما این رو تو چه چارچوبی میبینید؟ شما این رو چه جوری نگاه میکنین؟ آیا آزادی تعدادی حتی محدود زندانی، چه زندانی سیاسی چه زندانی به جرایم غیر سیاسی، چه دلیلی داره؟ آیا جمهوری اسلامی از رو رحم این کارو میکنه؟ آیا این تأثیر داره کلن یا نه؟ آیا باید خوشحال باشیم یا بگیم که هیچ تأثیری نداره؟ نظرات متفاوتی هستش. بعضی ها حتی معتقدن چرا در مورد دارو درمان زندانی صحبت میکنی؟ زندانی اصلا نباید تو زندان باشه. چه جوریه؟ نظر شما چیه؟ شما این قضیه رو چه جوری میبینین؟ آیا شما معتقد به این هستین که فرض کنین ارژنگ داوودی غیر قانونی به اعدام محکوم شده؟ به چه قانونی باید استناد کرد؟ چی هستش؟ یعنی چجوری تو شرایطی که جمهوری اسلامی قوه قضاییش که فقط یک مسحکه هستش به طور واقعی، هر کاری دلش میخواد بکنه، چی هستش؟ به چی باید دستاویز بشی؟ وقتی وکیلی به جرم دفاع از موکلش به زندان افکنده میشه، چی کار میشه کرد؟ مثلا من این نکات شاید به نظر جزئی ولی در این حال مهمی هستش که باید از خودمون سوال بکنیم. چرا که مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی فقط این نیست که بگیم زندانی سیاسی باید آزاد بشه، اون درسته، ولی اگر به نکات مختلفش توجه نکنیم، اگر نوع مبارزمون، اشکال مبارزمون، شاید وسعت مبارزمونو به این جور جزئیات هم به اصطلاح نگاه نکنیم و نگاه نکنیم به وسعت مبارزه و چگونگی انجام دادنش، این به نظر من خیلی مؤثر نخواهد بود به طور واقعی. به هر حال حتما تماس بگیرین و نظرتون رو، همبستگیتون رو با زندانیان سیاسی اعلام بکنین. یکی از دوستان لیستی از خواسته ها رو آوردن که به طور واقعی باید حق یک زندانی هستش، ولی چه کسی قرار این رو پیاده بکنه؟ از نظر شما چه کسی قرار این خواسته هایی رو که ایشون گفتن، دسترسی زندانی به دارو و درمان، دسترسی زندانی به هوای تمیز و آزاد، دسترسی زندانی به تلویزیون، به غیره و زاله، کی قرار اینها رو تامین بکنه؟ آیا اینها خواسته هایی هستن که باید مطرح بشه اصلا یا نه؟ آیا کسانی که همین حالا در زندان هستن، چه چیزی از نظر شما، چه بخشی از عرصه زندانیان سیاسی از همه چی مهمتر هستش؟ به چه چیزی باید پرداخت؟ شما وقتی که میرین سراغ سازمان‌های جهانی، میگین که زندانی در زندان شکنجه شده و همه اینها، اینا میگه خب همه اینا رو میدونیم، ولی چه چیزهای دیگه هستش؟ من میخوام بدونم از نظر شما چه نکاتی مهم هستش. رضا شهابی اعتصابش رو موقتا شکسته بعد از 50 روز و قرار شده دارو درمان بهش بدن. چه چیزی ضمانت میکنه که واقعا مورد مداوا قرار بگیره؟ و به نظر من اینها سوالهای واقعی هستش که غیر از اینکه خوشحالیم همه اینا صورت میگیره، ولی ضمانتش چیه؟ ما چی کار میتونیم بکنیم؟ شاید من خودم هر خبری رو که نگاه میکنم اولین سوال اینه که چی کار میشه کرد؟ مثلا من در رابطه با رویا صحبت کردم، مجددم در رابطه با رویا صابری نژاد صحبت خواهم کرد که در این زمینه ها چی کار میشه کرد؟ تعدادی رو 8 نفر رو محکوم کردن به 123 سال زندان. خبری که میاد و میره. من و شما چی کار میخوام بکنیم؟ سوال من اینه. چقدر میتونیم تأثیر داشته باشیم؟ چقدر میتونیم دخیل باشیم؟ در رابطه با رویا صابری نژاد تمام روزنامه های انگلستان در موردش نوشتن، اما خبر اومد و رفت.
من ازتون خواهش میکنم حتما اگه میخواین تلفن بزنین، زنگ بزنین، من صحبتمو دوباره ادامه میدم در رابطه با نکاتی که خدمتون نوشتم. مهم هستش که نظرات مختلف رو داشته باشیم. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. بله، صداتون یکم قطع و وصل میشه ولی قابل فهم هستش. بله، خانم مربوطی، ما اینو میگیم این که بودستان رو نجفه بزنه که صورتمون بعدش بوسمون کنه، ما خوشحال بشیم، دوباره بزنه که صورتمون نراحت بشیم، دوباره بوسمون کنه، خوشحال بشیم. این نشد. خبر موضوع اسلامی خطابه آقای وقت پوچی که در باره دین رو مرحب هم این چیزا باشه ما نمیخوایمش همون شده. حالا بینه ما کنی چهار تانه آقادار سرده نمیدونم یه خانه پشت ایران بوده گرفته دوباره آقادار سرده یه افتخار نیست برای ما. آره جامعه مون بکم با خودش اومده فشار رو برده به جمهوری اسلامی و اینا رو بالا کرد. درسته جامعه هم خودش نشون داده و حتی و حتی اینکه حزبای مثل کمونی و چرد برون مردن کاراری کردن که جمهوری اسلامی به خودش رو بیکن امساس کنه سر سنبال دنگاه دیگرات کنه که واقعا هم حقشون نبوده. بیشتر از اینا که زندانن اصلا کشور خارج باشه خندش کنه بیره دینا رفتن بردن و کاموقعی که من زندن اینا همیشه دیدن چند سال پیش منو بردن به طرم سیاسی با میلگن زندن روش چکم هم. بعدش رفتم فردی قاضی خون داشتن که بردن والا قاضی منو فرستاد زندان رو خواهد به زندان که بایدش باید بری زندان شیش ماه و یه روز باید بری. وقتی منو فرستادن اونجا خود روز موندم داخل بندم دوباره آوردن بهداری دو تا شیره آفول مال چیز هست کلیه من مردم در میستم اون بالا می آوردم گفتم مردم گفت شیشه رو بردم بزنم چی خوردی که کار کنی که بریم بهداری گفتم من داخل خود بدن هم آقاری جا بدن جام شکنگا مشخصه گفت نه ببینید وقتی من رو داشت خود چیز روی که بهداری می فرستا و طرف بند که تحویل هم بده با شکنگه فرستادن این قصور راه رو تو خشت بند من رو زد من از دست رفت هم پیجا زنگ بایده هستی که برن شب برو پیش بهداری گفتم من غلط کردم من رو چی برم دو برو کتک هم میزنه که باب دومون که رفتم من رو با چیز باستون برقی بردن داخل بردن که اونجا یه سوال چیز بدن شیرنگ زدن داخل دماغم که خون رو دیدن و وقت خود دیدن آیه استراری حتما باید بردیم با پابند و دستمند من بسته بودم به من مثل همین برادرم که داخل بردیم این دیگه که بالتر از این میخواهم اصل جمهوری اسلامی زندان نمیخواهم ما دیگه زندان نمیخواهم خسته شدیم دیگه به چی بگیم با دارید براخید به مادر جامعه دارم به صدام واضح میده. بله نه صداتون صدات خیلی خیلی ممنون صداتون مفهوم نه حتما دوستان عزیز میتونین هر چند وقت بار مثلا اینه که خیلی وقتا دوستان نمیتونن شماره رو بگیرن اشغاله و گاهن ما از شما میخوایم کوتاه صحبت بکنیم به خاطر وقت بلا هر چند بار که دوست دارین میتونین بیان رو سر خط و متاسفم دوست عزیز که واقعا تو اون شرایط بودین در زندان و واقعا مضحک هستش کسی هم که مریضه کتکش میزنن میگن عمدن شیشه خوردی که اینجوری بشه شما رو ببرن بهداری و دقیقا نکته ای که گفتین این چیزی هستش که تو زندانهای مختلف دیدین. همین که محمد رضا پورشجری هم در واقع اعتصاب درمانی کرده فکر کنم یه مدت قبل در واقع مجید توکل حسین رونقی هم این کارو کرده بود و دقیقا اینجوریه. ما گزارشاتی که فرض کنید زندان رجای شهر داشتیم به این شکل بود وقتی که زندانی رو برای نمونه می بردن بهداری وقتی که برشون می گردوندن کاملا لختشون می کردن و اینقدر توهین‌آمیز و در وضعیتی اونا رو بازدید بدنی می کردن که یکی مثل ساحل صالح کهندل اون موقع گفته بود که حاضر نیست به بهداری بره. یعنی اینجوریه شما وقتی که نگاه می کنی زندانی رو به بهداری می برن از یه طرف تحت فشار می برن ولی از طرف دیگه اینقدر زندانی رو تحت فشار می گذارن که زندانی همطور که این دوستمون گفتن در زندان بودن این کار رو کردن میگن من حاضر نیستم برم بهداری، حاضر نیستم به خاطر اینکه بهتره با مریضیم باشم تا اینکه ده برابر اون کتک بخورم. و یا همین یکی از زندانیان که گفتیم به هر حال گفتن که باید شلاق بخوره به خاطر اینکه یه مقدار طولانی تر از وقتش از بیماری از مرخصی درمانیش برگشته.
من فکر میکنم اینا خیلی مهمه و خوشحالم که شما هم اشاره کردیم به اون موضوع. مهم هستش به این خبرها، به شاید بگم نگاه کنیم به پیامایی که پشت این خبرها هستش، به وضعیت و واقعا فجایعی که پشت اون هست. شما اگه این اخبار زندانیان محروم از دارو و درمان رو کنار هم دیگه بذارین، از نظر من یه قتل عامه، یعنی تعداد وسیعی از این زندانیان رو گذاشتن وضعیت جسمیشون بدتر و بدتر بشه، حتی اونایی که اعتصاب قضا کردن به خاطر اینکه تعدادی اعتصاب قضا کردن که امکان درمانی بگیرن، وضعیت جسمیشون بدتر شده و همین حالا هم به اونا نمیرسن. و من فکر میکنم این خیلی مهمه. در رابطه با رویا صابری من میخوام یه اشاره دیگه ای بکنم، و اگر همین حالا برنامه تلویزیون رو نگاه میکنین، این برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستش که 2 ساعت برنامه زنده رو به زندانیان سیاسی اختصاص داده، و برنامه امروز در رابطه با و از کارگران زندانی اعتراض 11 مرداد صحبت کردیم، وضعیت حکم ارژنگ داوودی که به اعدام محکوم شده، و همینطور در رابطه با زندانیان محروم از دارو و درمان. نیم ساعت 30 دقیقه به برنامه آخر برنامه‌مون مونده و ازتون میخوام که حتما تماس بگیریم، پیام همبستگیتون رو بدین، و نکاتی که این دوستان مطرح کردن به طور واقعی این که درسته آزاد میکنن، درسته به بهداری میبرن، ولی آیا این چیزی که باید در موردش خوشحال بود؟ آیا این چیزیه که فکر کنیم خب خیلی عالیه، یا نه واقعا کل مسئله زندان و جمهوری اسلامی رو باید مورد سوال قرار داد؟ آیا این دوتا با هم تناقض داره و یا اینکه میتونه با هم دیگه پیش بره؟ این سوالاتیه که دوستانی که زنگ زدن در بین صحبتاشون کردن، و منم دوست دارم نظر شما رو بدونم که چی فکر میکنین در این رابطه. آیا میشه وقتی که میگیم زندانی باید آزاد بشه تو اون مسیر، 34 سال جمهوری اسلامی سر کاره، 34 سال زندانی سیاسی داره، زندانی مرد و زن و دختر جوان و پسر جوان و کودک رو در زندان گذاشته، و در طول این مدت در این مبارزه‌ای که توی جامعه هست، طبعا اون مبارزه انعکاسش تو خود زندان هم هست، این مبارزات به پیش رفته، جلو اومده. شما اگه تصویر 20 سال پیشو با 20 سال پیشو با حالا مقایسه کنین از لحاظ وضعیت زندان، اعتراض زندانیان و نوع اعتراض مردم، من بیشتر اعتراض همیشه تو جامعه ایران وجود داشته و داره، ولی حتی نوع و شکلی که اون مبارزه هستش خیلی متفاوته. چرا؟ چرا متفاوت هسته؟ چرا حالا زندانی سیاسی مثل شاروخ زمانی، رضا شهابی که 51 روز اعتصاب قضا کرد، چرا این رو دارن، این جسارت رو دارن که میتونن به من و شما بگن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی بذاری؟ این اولین بار نیست. اگه خاطرتون باشه چندین سال پیش هم از داخل زندان اعلام کردن 1 روز رو برای کارگران زندانی بگذارید. چه فاکتورهایی تغییر کرده؟ چرا؟ آیا شما معتقد هستین که مبارزه ای در زندان وجود داره؟ من و شما چه تأثیری داشتیم در اون مبارزه؟ و یا چه تأثیری میتونیم داشته باشیم که این رو وسیع‌تر بکنیم؟ تمام این اعتراضاتی که تو جامعه مثلا در مورد کارگران زندانی صحبت کردیم، اعتراضات کارگری چیزی بوده در طول این سالها، گاهن رفته به اوجش، گاهن پایین تر بوده، ولی همیشه بوده، همیشه اعتصابات بوده، اعتراضات بوده، تجمعات بوده. خود این چقدر تأثیر داره؟ این سوال از شعلا دانشور کردیم و من در این حال میخوام از شما بکنم. و همینطور در رابطه با رویا صابری نژاد من میخواستم یه مقدار صحبت بکنم مجدداً، چون فکر میکنم خیلی اهمیت داره، اما در این حال حتما تماس بگیرین. 25 دقیقه به وقت برنامه‌مون مونده. من همینجا هم خدمتتون بگم که ما در واقع این برنامه رو داریم و تا 1 ماه دیگه برنامه زندانیان سیاسی نخواهیم داشت برای 1 ماه، و بعد از اون مجدداً از سر گرفته میشه این برنامه. در طول این مدت تلاشمون اینه بتونیم یک کارزار جمع‌آوری کمک مالی بذاریم، و از شما عزیزان هم میخوام که احتمالاً کلیپ اون رو از تلویزیون خواهید دید، از شما بخوام که کمک بکنین، از هر طریق ممکن کمک بکنین که این تریبون، این برنامه زنده بمونه و باشه و صدای زندانیان باشه. من اگه بخوام چند دقیقه در این رابطه وقتتون رو بگیرم، و اونم این هستش که به طور واقعی این برنامه زندانیان سیاسی که 1 سال به صورت زنده برگزار میشه، و شاید بگم 4 ساله به صورت غیر زنده برنامه های خودشو داشته، تنها برنامه‌ای هستش که صرفاً و صرفاً به زندانیان سیاسی اختصاص داره
بارها از ابتدای برنامه بود که تازه برنامه های زنده رو شروع کردیم در مورد مسائل جامعه صحبت می شد. اینا فوق‌العاده مهم هستن، ولی سعی کردیم در این برنامه بگیم که دوستان برای یک لحظه، تمام این ارتباط داره این مسائل به هم دیگه، برای یک لحظه اجازه بدیم برای 2 ساعت، برای 4 ساعت در ماه، 4 ساعت در ماه صرفاً و صرفاً تمرکزمون روی زندانیان سیاسی و خونواده‌ها باشه، چرا که اینها واقعاً لایق و شایسته بیشترین توجه ها هستن و ما طبعاً برای ادامه کاری برنامه‌مون به کمک مالی شما نیاز داریم. ازتون میخوام تا این کمپین اعلام میشه حتماً به این فکر کنین، اگر امکانشو دارین حتی خارج از ایران، داخل از ایران، هر جا که هستین بتونین کمک مالی کنین که بتونیم این برنامه‌ها رو بیشتر بکنیم. هدفمون اینه تعداد این برنامه ها رو بیشتر بکنیم و بتونیم صدای زندانی سیاسی تضمین بکنیم که صدای زندانی سیاسی مرتبا برنامه ویژه خودش رو خواهد داشت. طبعا همه ما از جمله کارکنان فنی و غیره به صورت داوطلبانه کار میکنیم، ولی کمک مالی شما رو میخوایم برای حمایت از این برنامه، برای هزینه ماهواره و همینطور هزینه امکانات فنی. اینو من بیشتر اطلاعاتش رو در خدمتتون قرار خواهم داد، ولی طبعا همیشه میتونین با من تماس بگیرین از طریق ایمیل آدرسی که امیدوارم در پای صفحه تلویزیون گذاشته باشن اتاق فرمان، و یا با از طریق تماس با همین تلفنی که تماس میگیرین و گذاشتن پیامتون، صحبت نیمه که میخواین، من دوباره باهاتون تماس میگیرم که بتونین به این برنامه کمک مالی بکنین. و ما میخواستم در رابطه با کمپین رویا صابری مجدداً خدمتتون بگم. زن 48 ساله‌ای که در اکتبر 2013 پارسال در شهر شیراز دستگیر شد در حالی که از انگلستان رفته بود به خانوادش سر بزنه، این کمپین اسمش هست رویا را آزاد بکنین. طبعا زمانی که این کمپین، قبل از این کمپین، روزنامه‌های انگلستان به طور مشخص در رابطه با رویا صابری نجات صحبت کرده بودن، کسی که به جرم گذاشتن کامنت روی فیسبوک خودش در رابطه با جمهوری اسلامی، چیزی که همه ما انجام میدیم، لایک کردن یه عکس و غیر و زالک، همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، دستگیر شده و 20 سال حکم زندان گرفته. این طبعا اولین بار نیست که کسی که شهروند ایران و کشور دیگه ای هستش دستگیر میشه و زندانی میشه. اگر خاطرتون باشه اسم زهرا بهرامی احتمالا براتون آشنا هستش، شهروند ایرانی هلندی که در سال 2011 اعدام شد. زهرا کاظمی شهروند کانادایی ایرانی که در سال 2003 در زندان اوین در اثر شکنجه جمهوری اسلامی اون رو کشت. حمید قاسمی شال که خوشبختانه در همین برنامه با ایشون مصاحبه کردیم، آزاد شدن اما حدود 5 سال در زندان بودن که ایشون شهروند کانادای ایرانی بود، به اعدام محکوم شدن و بعد حکمشون کمتر شد. و سعید ملکپور که مقیم کانادا هستند، حسین درخشان که شهروند کانادا هستند، دستگیر شدند. این 2 نفر هنوز در زندان هستند. تعداد بیشتری در کشورهای دیگه هستند که شهروند ایرانی، 2 شهروند 2 تا کشور رو دارن و جمهوری اسلامی دستگیرشون کرده. اما یک واقعیتی که هستش، وقتی به دستگیری اینا نگاه میکنی، مقامات مختلف وقتی به اونا مراجعه میکنن، توضیح جمهوری اسلامی این هستش، این شهروند ماست و ما حق داریم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. ما قبول نداریم کسی که ایرانی شهروند یک کشور دیگر رو داشته باشیم، در نتیجه میخوایم شکنجهش کنیم، بکشیم، هر کاری میکنیم، میل خودمونه. و طبعا دولت‌های این کشورام با مماشاتی که با جمهوری اسلامی می‌دارن، جوابی که به خانواده این افراد میدن اینه که ما هر کاری تونستیم کردیم و کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اما هیچکی نیست این سوال ازشون بکنه. به همون میزان این آدم شهروند ایران هست، شهروند شما هم هست. در این حال اگر جمهوری اسلامی به اصطلاح جوابش برای یک شهروندی که ایرانی هستش شکنجه و اعدام هستش، شما چی کار میخواییم بکنین؟ آیا وظیفه شما نیست از این شهروندتون حمایت بکنین؟ و چیزی هستش که این دولت ها جوابگو نیستن، دقیقا به دلیل اینکه دولت انگلستان هیچ گونه کاری در رابطه با رویا صابری نجات نکرده. ما کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی کمپین رویا را آزاد کنید رو اعلام کردیم از روز 20 ماه جولای
و از همه خواستیم به این کمپین بپیوندن. این کمپین از سوی ما اعلام شده ولی متعلق به همه هستش و از در سطح وسیعی به اعضای پارلمان در انگلستان، به دولت انگلستان، اتحادیه اروپا نامه ارسال شده. میزهای اطلاعاتی قرار برگزار بشه. اولینش اگر شما در شهر منچستر انگلستان هستین، جایی که رویا زندگی میکرد با همسرش، و یا نزدیک شهر منچستر هستین، قرار شده یک شنبه آینده سوم ماه آگوست در شهر منچستر میزی اطلاعات رسانی و تومار برای امضا برای رویا برگزار بشه. روزی هستش که قرار به اصطلاح ماشینا حرکت نمی کنن و قرار شده فقط افراد به اصطلاح روز پاکسازی هواست و به خاطر همین تردد خیلی زیاد هستش. طبعا فعالین کمپین از این موقعیت استفاده کردن و قرار میز اطلاعاتی رو بذارن که توجه مردم منچستر رو که از قبل روزنامه‌های منچستر هم وضعیت رویا رو مطرح کردن به این موضوع در واقع جلب بکنن، بتونیم تعداد وسیعی امضا بگیریم و فشاری روی دولت انگلستان بذاریم که جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه رویا رو آزاد بکنه. از طرفی میدونیم که سفارت ایران و انگلستان داره در کشورهای خودشون باز میشه و این خب فشار بیشتر میاره که وضعیتی که مثل رویا مطلقاً مطرح نباشه. ما دست به اقدامات بسیار وسیعی زدیم و ادامه خواهیم داد. این کارزار تازه شروع شده و تا بتونیم از زاویه این وضعیت رویا صابری نژاد واقعا به دنیا بگیم که چه فاجعه‌ای داره رخ میده. رفتن روی فیسبوک، لایک کردن، پست کردن، همه اینا چیزایی که برای من و شما شاید خیلی ساده باشه، مخصوصا کسانی که خارج از ایران هستن و مشکل فیلترینگ اینترنت و غیره رو ندارن، برای یکی میتونه منجر بشه به مرگ و زندان. من اینجا جهت اطلاعتون بگم که رویا در واقع در طول مدت زندانش تحت شکنجه های جسمی و روحی بوده، از جمله اجازه ندادن ایشون که از قبل ناراحتی افسردگی داشت به دارو درمان خودش دسترسی پیدا بکنه، در حالی که رو با لباس‌های خیس مجبورش کردن در حیات زندان برای ساعت‌ها در هوای سرد زمستان بیسته و به این دلیل دچار ناراحتی کلیوی شده. تک سلولی قرارش دادن، ضرب و شتمش کردن، بازجویی‌های طولانی و همینطور اخیراً ایشون رو انتقال دادن به زندان شهر ری که زندان زندانیان عادی هستش و خب خود اینم فشار بیشتری هستش روی رویا صابری نژاد. از طرفی سوال اینه که خب چرا باید یک نفر به خاطر این تحت شکنجه و زندان قرار بگیره؟ رویا صابری نژاد از نظر جمهوری اسلامی شاید علاوه بر یک زندانی سیاسی یک گروگان سیاسی هم هست و میتونه از طریق کسانی اینچنینی دولت انگلیس رو تحت فشار بذاره، زد و بند بکنه. این کار رو بارها کرده، از جمله در رابطه با ست آمریکایی که کوهنورد آمریکایی که چند سال پیش دستگیر شدن و بعد از یه سال خورده ای آزاد شدن، با یکیشون در همین برنامه مصاحبه کردیم اینجا. و کلا من فکر میکنم مهم هستش که ما امیدواریم بتونیم کارزار رویا رو آزاد بکنین، یه راهی رو باز بکنه که فعالیت بیشتری در رابطه با کسانی که به خاطر فعالیت سایبری دستگیر شدن در واقع بتونیم این کار رو بکنیم، و برای کسانی که شهروند ایران و کشورهای دیگه هستن، چرا که جلب حمایت برای این افراد از طریق کشور مربوطه شاید خیلی راحت تر هستش. و حتما از شما میخوام در هر جا که هستین عکس رویا رو رو صفحه تلویزیون دیدین، امیدوارم اتاق فرمان دوباره بذارن، فیسبوکش هست به اسم رویا رو آزاد کنین، فری رویا ناو. ازتون میخوام که روی فیسبوکش برین و نشون بدین اگر جمهوری اسلامی یک نفر رو به خاطر اینکه رو فیسبوک میره و کامنت میذاره دستگیر میکنه، میلیون ها نفر به همون فیسبوک میپیوندن و حمایت خودشون رو اعلام میکنن و انزجار خودشون رو از وحشیگری جمهوری اسلامی اعلام میکنن. در این حال در همونجا تومار حمایتی از رویا هستش که ازتون میخوام به دوستان آشنایانتون بفرستین. وقت شما رو فقط 2 دقیقه میگیره، ولی با هر امضا یک نامه اعتراضی به دولت انگلستان و به اتحادیه اروپا میره که بتونیم حمایت وسیعی از رویا صابری نژاد جلب بکنیم. اگر در منچستر شهرهای انگلستان هستین، ازتون میخوام که با ما تماس بگیرین از طریق همون فری رویا ناو
که بتونیم در شهرتون از طریق سازماندهی و ارتباط با اعضای پارلمان، چه اعضای پارلمان انگلستان، چه اعضای پارلمان انگلیس در اتحادیه اروپا، بتونیم این کارزار رو بهتر پیش ببریم. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. سلام خانم معروفی. سلام میکنم. خاطر چند کلمه در مورد شکنجه جمهوری اسلامی در زندان بگم. جمهوری اسلامی در زندان زندانیان رو سیما رو فلی میشینه و یه دونه کتر بینه. صداتون خیلی قطع و وصل میشه دوست عزیز. میتونین دوباره تماس بگیرین لطفاً؟ اگر میشه لطف بکنین دوباره تماس بگیرین. یه مقدار فکر میکنم مشکل داریم با خطامون. ما دوست از مجدداً تماس بگیرین. صداتون اصلا مفهوم نبود بعد از یه جمله اولتون. و فکر میکنم مهم هستیش و میخوام نظر شما رو بپرسم که آیا خبر دارین از اینکه کسی مثل رویا صابری نژاد دستگیر شده، به 20 سال زندان محکوم شده؟ آیا خبر دارین که همراه رویا 7 نفر دیگه محاکمه شدن و 123 سال حکم بهشون دادن، کسانی که به جرم به قول جمهوری اسلامی فعالیت سایبری دستگیر شدن؟ آیا خبر دارین از کسان دیگه‌ای که به این جرم دستگیر شدن؟ به هر حال این نکاتی هستش که همین حالا تو همین جامعه انگلستان یا کشورهای دیگه وقتی به یکی میگه، یک فرد رو به خاطر اینکه روی فیسبوک یک پستی گذاشته که مخالف جمهوری اسلامی بوده 20 سال حکم زندان دادن، واقعا تعجب میکنه که چطور همچین چیزی امکان داره. و من سوالم اینه، اگر خبر دارین از کسان دیگه‌ای که به شهروند دو کشور هستن، ایران و کشور دیگه‌ای، و یا اینکه به جرم اینکه روی فیسبوک فعالیت کردن، حالا فعالیت در واقع اظهار نظر کردن، حتما با ما تماس بگیرین. از همون طریق در واقع فیسبوک رویا صابری نژاد که بعدا مجددا رو صفحه تلویزیون میذاریم، ازتون میخوام تماس بگیریم. خیلی مهمه، ما تلاش داریم بتونیم مدتی که این کمپین رویا صابری نژاد ادامه پیدا بکرد، این رو یه مقدار وسعت بدیم و تعداد بیشتری رو در بر بگیره. برای آزادی زندانیان سیاسی بفرمایید. شب بخیر خانم محبوب، حال شما خوبه؟ شب بخیر، حالتون خوبه شما؟ خیلی ممنون. خانم محبوبی، میخواستم از فاجعه بزرگی که در رابطه با بیوه هایی که از ناشی از اعدام بعضی از به حساب همسرانشون حرف بزنم اجازه هست؟ بله، اگر کوتاه صحبت کنین ممنون میشم، چون 10 دقیقه به برنامه مونده. مرسی. من خدمتگزار کل زندانیای سیاسی و غیر سیاسی هم. خیلی کوتاه صحبت میکنم، گرچه حقشون رو در این فرصت شاید نتونم ادا کنم، اما من دوست دارم همیشه از زندانیان دفاع کنم. اولا اینکه از جامعه کارگری کل ایران 53% از زنان بیکارن. الان از این 53% بیکار 40%، یعنی 100% حسابش کنید، 40% خانواده های بیوهی که به هر نوعی از آنها اینا همسرانشون رو اعدام کردن، به هر دلیلی سیاسی غیر سیاسی، به هر دلیلی که نظام حکومت ایرانی اونا رو اعدام کرده. مضافه بر این، افرادی هستن که در حال حاضر عزیزانشون زنده هستن اما در بازداشتگاه 1 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، خدا میدونه. میخوام اینو بگم که اینا منبع درآمد ندارن، این زنان جز زنان به حساب آری از شغلن، یعنی ناناور خانوادهشون همسرشون بوده، الان از این محروم شدن، هیچ ناناور دیگه هم ندارن، مجبورن خودشون هم برن کار کنن و به حساب منبع درآمدشون باعث بشه که مثلا زندگیشون رونق بگیره، بچه‌شون بره مدرسه، بیمار شد مثلا معالجهش کنن، اگر خواستن لباسی غذایی برای خانواده‌شون تهیه کنن. اما متاسفانه هیچ نهادی، هیچ نمیدونم اینجوری، هیچ اتحادیه از این زنان فقیر بی‌کس و کار کسی دفاع نمی‌کنه. نه تو قضایه احمد شهید، نه اون خانم نابی پیلیای و نمیدونم کی، اینا شما اونجا منعکس کنین این برنامه ها رو، این مشکلات این زنان رو. خواهش میکنم، خیلی عذر میخوام، این زنان واقعا با شرف هم نمیخوان برن تن فروش بشن. من چی بگم آخه؟ آقای خامنه‌ای خیلی بی حیات، من کاری با اون دارم، اما با شما عزیزان که نماینده ها، شما حزب کمونیست کارگری هستید، نماینده کارگری، شما در اروپا نماینده کارگری،
سعی کنید به نه برسن 100% از زندگیتون بذارید برید دنبال این بیچاره بدبختات دفاع کنید. این زنا دارن به دریوزگی کشیده میشن، خیلی وضعشون بده، نمیتونن، هر کدوم سون 3 تا 4 تا 5 تا بچه دارن، نانآور خانواده هم خودشونن، میدونی بعضیاشون هم سواد ندارن، بعضیشون هم با سواد هم به اونا کار نمیدن به دلایل یا سیاسی یا چیزای دیگه ای. رژیم خیلی پستر از این حرف هاست که ما بخوایم اون رو آدمش کنیم یا به قوانین خودش تکیه کنیم که اون رو محاکمش کنیم. خیلی بی‌صفته، ذاتاً احمقه، ذاتاً حیوانه. ما با یه حیوانات چارپای سر کار داریم که نه به زن، نه به بچه، نه به زندانی، نه به هیچ چیزی، نه حتی به اسیر. بچه های اهواز رو که میگیرن به عنوان اسیر میگیرن، میگه شما ما شما رو اسیر گرفتیم نه زندانی، بدبختی به اینجا کشیده شده، ما رو اجنبی میدونن. خلاصه ای کلام اینه میخوام عرض کنم خانم محبوبی، واقعا شما به عنوان یک زن این رو برید به خانم نابی بیلای رو نمیدونم آقای احمد شهید منعکس که تو پارلمان اروپا برید حرف بزنید. خیلی حرف داریم برای گفتن شما به عنوان یه نماینده کمونیست کارگری، باید بری اونجا و تا جایی که رمق داری از زنانی که شوهراشون دربندن دفاع کنی، باید بری این کار بکنی. اگر واقعا در حزب کمونیست کارگری هستی، اگر غیر از اینه خیلی ممنون. من موضوعاتو نمیشم، خدا حافظ شما. خیلی ممنون دوست عزیز، نکته خیلی خوبی گفتین. اتفاقا دقیقا من منظورم این بود، گاهن آدم ها فقط چیزای ظاهری رو میبینن، یک زندانی به زندان افکنده شده. نکته ای که شما اشاره کردی که چند پیش با یکی از فعالین کارگری هم مصاحبه میکردیم دقیقا همین بود که خانواده شون، همطور که گفتین همسرشون، بچه هاشون در بدترین وضع هستن و منم موافق شما اتفاقا باید روی این یک کار ویژه بشه و مهم هستش. به هر حال کسی که نوناور خانواده‌اش در زندان هستش یا اینکه اعدام شده، در بسیاری موارد اعدام شدن و دیگه هیچ کسی رو نداره، از جمله دو تن از شهروندانی که در خوزستان بودن، فکر میکنم اگر فراموش نکنم خالد چربیشاد و یکی دیگه شون که اعدام شدن، یکی از دوستان اومدن گفتن که یکیشون 8 تا بچه داشته. خب این خانواده ها قراره چیکار بکنن؟ منبع درآمدشون چی هستش؟ تو اون نه که حتی وقتی که همسرشون اونجا بود هنوز در فقر بودن، ولی حالا مجسم کنین حتی اون یک مقدار منبع مالی هم نیست. و دقیقا قبول دارم واقعا دادخواست این خانواده ها، این همسرانی که این کسانی که همسرانشون رو یا کشتن یا در زندان هستش، یک واقعا دادخواست مهم هستش علیه جمهوری اسلامی که شما یک خانواده رو در واقع از بین بردین. و دقیقا اینا نکاتی هستش به نظر من، از نظر بعضی یا شاید خیلی جزئی هستش، ولی از نظر منم فکر میکنم بسیار بسیار مهم هستش. و اگر ما در مورد همین خانواده ها صحبت نکنیم، در مورد من در رابطه با مسئله درمانی هم صحبت کردم، در مورد این جور چیزا صحبت نکنیم، نمیتونیم اون ابعاد جنایت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشون بدیم. یه آدمی که وضعیت ایران رو مستقلا دنبال نمیکنه، اخباری که میخونه این هستش 2 نفر به اسم دینن این و اون اعدام شدن، تموم شد، نقض حقوق انسانی. ولی نمیدونه در پی اون خبر همین واقعیاتی که شما گفتین هستش و اینکه وقتی این 2 نفر اعدام شدن و حتی وقتی که این 2 نفر در زندان هستن، خانواده‌شون هر روز دارن از لحاظ مالی، روحی، جسمی، از هر نظر دارن زجر میکشن. یه نمونه دیگرش همین در واقع نیما ابراهیم زاده است که گفتیم سرطان خون داره، بچه کوچولی هستش که واقعا نظر من یه بچه کوچولو هستش 15 ساله که تحت فشار هستش و پدرش هم حتی در کنارش نیست، داروهاش هم فوق‌العاده گران هستن. یعنی این نکته هستش که بارها صحبت شده، درسته، خیلی خوبه صندوق کمک مالی، بعضی از بینندگان می اومدن رو برنامه میگفتن چرا صندوق کمک مالی نذاریم، این خیلی خوبه، خیلی کار مهمیه، خیلی جاها این کارو میکنن، اما این هنوز جای اعتراض سراسری رو نمیگیره، اینا هنوز جای این رو نمیگیره که بگیم این جنایت در واقع این کارو کرده. وقتی شما یکی میگیری این بلا سرش میاد، حالا شما میتونین کمک مالی هم بکنین، ولی به نظر من مهمترین چیز اینه که به صورت دادخواست مطرح بشه در سطح دنیا. من از همین دوستمون واقعا که صحبت کرد میخوام که آیا شما لیستی از این افراد رو داریم؟ حالا شاید نخوان اسمشون رو بدن، ولی به هر حال آیا آماری از این افراد دارین که برای ما ارسال بکنیم؟ من از شما میخوام، شما میان اینجا مطرح میکنین که باید این کارو کرد، من میگم من و شما هممون داریم این کارزار رو پیش میبریم
ممکنه دست من خیلی آزادتر باشه چون در ایران نیستم، ولی به یه نوعی همه ما داریم با هم این برنامه رو داریم با هم پیش میبریم. من و شما داریم برنامه حمایت از زندانیان سیاسی رو داریم پیش میبریم. اگر فعالیت و همکاری تک تک شما، پیام های همبستگیتون، صحبتاتون، تمام این چیزا نبود، این حمایت ها نبود، به نظر من این کمپین ها هیچ کدومش به اون شکلی که باید پیش نمیرفت. و تقریبا 5 دقیقه به برنامه‌مون مونده. من میخوام یه تاکید مجددی بکنم، اگه برگردونم، میدونم موضوعات زیاد هستش، ولی برگردونم به مسئله 11 مرداد که قرار حمایت از کارگران زندانی بشه، که اتفاق خیلی مرتبطه به این صحبتی که این دوستمونم کردن. کسانی که همسرشون در زندان هستن، دستگیر شدن، به معنی نوناور خانوادهشون دیگه نیستن به معنی، و نمیدونن حتی کی اونها برخواهند گشت. در نتیجه ازتون خواهش میکنم هر جای دنیا که هستین، روز دوم ماه آگوست برابر با 11 مرداد ما، از طریق تجمع، از طریق نامه نوشتن، از طریق شعار نویسی، خیلی از دوستان میان اینجا پیشنهاد میدن شعار نویسی بشه، اعتراض بشه، تجمع بشه، از هر طریقی که میتونین، حتی اگر 2 دقیقه وقت دارین، حداقل تومار حمایت از کارگران رو امضا بکنین. هر کاری که میتونین روی میدیای اجتماعیتون، حالا کاری کرده، هر کسی خودش یک رسانه هستش، عکسای کارگران زندانی رو بذارین، در موردشون صحبت بکنین، در روز 11 مرداد در اون اعتراض شرکت بکنین. ببینین هر کدوم از ما میتونیم. این من اینو هرگز قبول نمیکنم وقتی یکی میگه من نمیتونم. اصلا امکان پذیر نیستین، امکان پذیر نیست. حتی اگه یک خط بنویسین، حتی اگه تلفن رو بردارین با 3 نفر حرف بزنین در موردش، حمایت چند نفر رو بگیرین، این حمایت در خود. در نتیجه هر کدوم از ما میتونیم در اون روز به نوعی که میتونیم شریک باشیم و در اون برنامه حمایت از کارگران زندانی شرکت بکنیم. فراموش نکنین هر حرکتی برای زندانیان سیاسی از جمله کارگران زندانی میشه، شما دارین حمایت میکنین از مبارزات مردم ایران. اینها یک مجموعه است که به هم دیگه میپیونده و دقیقاً به همون میزانی که برای آزادی زندانی سیاسی مبارزه میکنیم، داریم دست جمهوری اسلامی رو میبندیم در سرکوبهای آتش. داریم کاری که میکنیم، هر چقدر مبارزه میکنیم، داریم اون فضای رو با وحشت رو در هم میشکنیم و این مهمه به نظر من. و در این حال اگر در انگلستان هستین، ازتون خواهش میکنم در همه جای دنیا میتونین تومار حمایت از رویا صابری نژاد رو امضا بکنین از طریق فیسبوکش. فقط بزنین رویا رو آزاد کنین، فری رویا ناو، همطور که رو صفحه تلویزیون دیدین، و بعد از اون طریق میتونین تومار امضا کنین. اما اگر در انگلستان هستین، ازتون خواهش میکنم به اعضای پارلمانتون نامه بنویسین. این خواهش کردن نیست، ما تلاشمون اینه مردم انگلستان رو بسیج بکنیم بر علیه دولت انگلستان که بیشرمانه میگه کاری از دست من ساخته نیست. چون نه هیچ دولتی نباید جرأت بکنه همچی چیزی بگه و هم مماشات بکنه با جمهوری اسلامی، و ما فقط از طریق فشار میتونیم رؤیا و رؤیاها رو آزاد بکنیم. از توجهتون به برنامه امشب خیلی تشکر میکنم. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، ما 1 ماه برنامه نخواهیم داشت، اما مجدداً بعد از 1 ماه در خدمتتون خواهیم بود. من همین حالا اگه خدمتتون عرض کنم، در واقع برنامه آتی ما روز 3 سپتامبر خواهد بود که در واقع روز 7 سپتامبر خواهد بود که در خدمتتون خواهیم بود. و در طول این مدت حتما از طریق برنامه‌های کانال جدید کلیپ‌های مختلف رو خواهید دید. از توجهتون، حمایتتون، شرکتتون در به این برنامه تشکر میکنم، و از اینکه نتونستین احتمالاً بیان رو خط صحبت بکنین پوزش میخوام به خاطر مسئله فنی. و تا برنامه آتی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شب و روزتون خوش و به امید پیروزی.